بفرمایید خانم فرایی. درود و هزاران درود میفرستم خدمت تمام عزیزان حاضر در این اتاق و درود ویژه دارم خدمت عزیزانی که ما را به صورت لایو زنده از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نظارگر هستند. امروز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در قالب نمایندگی منطقه شمال آلمان گرد هم آمده ایم. امروز یک شنبه 16 اکتبر 2022 مصادف با 24 مهر 1401 ساعت 12 و 15 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. امروز بخش‌های مختلفی برای شما عزیزان حاضر و چه عزیزانی که ما را آنلاین به نظاره می‌نشینند فراهم کردیم. بخش های اهم از سخنرانی های مختلف در قسمت اول جناب آقای سید سعید نوریزاده گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در ایران مهر 1401 و در ادامه سه سخنران به نام سرکار خانم زهرا رهایی با موضوع زن زندگی آزادی و سخنران دوم جناب آقای صادق فرخی قصرآسمی با موضوع چرایی سرکوب معترضین و سخنران سوم سرکار خانم رقیه فرزانه با موضوع حقوق و جایگاه زنان در قانون اساسی. در پایان جلسه هم طبق روال میرسیم به بحث آزاد، شاید تلخ و شاید شیرین. خب بیشتر از این وقت شما عزیزان حاضر رو نمیگیرم. در بخش اول دعوت میکنم از آقای سید سعید نوریزاده گزارش نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1401 را تحلیل کنند. جناب آقای نوریزاده لطفاً اگر که حاضر هستید دست بلند کنید تا میکروفون برای شما آزاد بشه. سلام مدرب میکنم خدمت همکاران، متشکرم، ممنون از وقتی که بند دادیم. بله، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه 1401 در خدمتتون هستم. البته این ماه متاسفانه خبرهایی که از ایران میرسه هم ناخوشایند و هم تعداد خبرها خیلی زیاد هستش و من سعی کردم چکیده ای از این خبرها رو خدمتتون اعلام بفهم. بازداشت فعالان مدنی ادامه دارد. هانیه دائمی و شوهرش بازداشت شدند. انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، روز جمعه 1 مهر ماه در توییتش نوشت این بار نوبت خواهر دیگرم است. آتنا را بردند و 7 سال بعد با بیماری MS آزادش کردند. امروز هانیه را بردند تا خانواده ما را مجبور به سکوت کنند. هانیه و همسرش حسین فاتحی بازداشت شدند. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، 7 تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. گسترش اعتراضات مردم ایران در خیابانها با وجود کارزار سرکوب جمهوری اسلامی. اعتراضات سراسری مردم ایران با وجود سرکوب خونین نیروهای امنیتی و قطع اینترنت در حال گسترش به شهرهای مختلف است و معترضان در گروه‌های بزرگ خیابان‌های بسیاری از شهرها را تحت کنترل خود درآوردند و با روسری سوزاندن و شعار سر دادن خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدند. در تهران مردم منطقه مختلف خیابان‌ها را بستند و با روشن کردن آتش و سر دادن شعارهای ضد حکومتی به تظاهرات خود ادامه دادند. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 21 حق دموکراسی از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. بازداشت 5 دختر دانش آموز بلوچ توسط نیروهای نظامی در چابهار. به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز چهارشنبه 6 مهر ماه 1401 5 دختر دانش آموز بلوچ 15 تا 17 ساله توسط نیروهای نظامی در چابهار بازداشت شدند. هویت این 5 دختر بلوچ سه رئیسی، آ رئیسی، میم عمرزهی اهل بخش کیشکور شهرستان سرباز، به بلوچ و این بلوچ اهل اهوران شهرستان نیکشهر برای کمپین احراز شده است.
این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، 7 تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. کشته شدن دو کولبر و کاسبکار کرد در مناطق مرزی پیرانشهر و بانه. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه 10 مهر ماه نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی هنگژال، بانه، استان کردستان گروهی از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر 28 ساله اهل بانه به نام سامان زارعی کشته شد و همچنین عصر روز پنجشنبه 7 مهر ماه گروهی از کاسبکاران کرد که در حال انتقال احشام به اقلیم کردستان بودند در مناطق مرزی پیرانشهر استان آذربایجان غربی در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند. این نیروها پس از توقیف احشام کاسبکاران از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی، یکی از آنها به نام شوهانی مرادی اقدام را به رگبار بستند و کشتند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار می باشد. بازداشت دست کم 52 زن در اعتراضات اخیر کردستان. در جریان اعتراضات اخیر کردستان به قتل دولتی جینا امینی که همزمان بوده با اعتراضات گسترده در بیشتر شهرهای ایران، ده ها زن و دختر توسط نیروهای امنیتی در کردستان بازداشت شدند که تاکنون هویت 52 نفر از آنها احراز شده است. دست کم 4 نفر از زنانی که بازداشت شدند نوجوان و زیر 18 سال سن دارند. هویت این 4 نفر الهه مؤمنی 16 ساله، نیلوفر قاضی 17 ساله و سارا شیردن 18 ساله اهل ایلام و همچنین آیدا درویشی 17 ساله اهل پاوه می باشد. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن 76 نفر از اعتراضها به جان مهسا امینی را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 76 نفر در ایران تا روز 4 مهر ماه در تجمعات اعتراضی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، استان مازندران با 25 نفر و پس از آن استان گیلان و آذربایجان غربی هر کدام با 10 کشته بیشترین قربانیان را در این اعتراضات داشتند. در این گزارش همچنین آمده است که از مجموع 76 کشته دست کم 6 نفر زن و 4 نفر کودک بودند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه می باشد. کشته شدن 4 شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی هلیکوپترهای نظامی در زاهدان. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، 11 مهر ماه 1401 4 تن از سرنشینان یک خودرو با تیراندازی هلیکوپترهای نظامی در شمال زاهدان کشته شدند. هویت این 4 شهروند بلوچ مرتضی حسن‌زئی، ذوالفقار جان حسن‌زئی، آرمان حسن‌زئی و محمد حسن‌زئی برای کمپین احراز شده است. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و همچنین حق و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه می باشد. علی‌رغم عدم تکمیل مراحل درمان، عطالله ظفر شهروند بهایی به زندان اوین بازگردانده شد. عطالله ظفر شهروند بهایی روز یکشنبه 3 مهر ماه علی‌رغم ناتمام ماندن مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. این شهروند بهایی 78 ساله همان روز در پی
استقامت حال به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی به هرانا گفت آقای ظفر روز یک شنبه در پی وخامت حال جسمی پس از مراجعه به بهداری زندان دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان طالقانی منتقل شد. وی علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان پس از چند ساعت به زندان اوین بازگردانده شد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عزیده، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. نیروهای امنیتی جسد نیکا شاکرمی را ربودند و مخفیانه به خاک سپردند. نیکا شاکرمی نوجوان نوریزاده لطفاً جمع‌بندی بفرمایید. بله، لطفاً بفرمایید. نیکا شاکرمی نوجوان معترض در اعتراضات بلوچ، اعتراضات بلوار چشم‌بند تهران شرکت کرده بود و در آخرین تماس گفته بود که ماموران به دنبالش هستند. قرار بود امروز نیکا در قبرستان صالحین شهر خرم‌آباد به خاک سپرده شود. به گفته که از منابع این که خانواده تعهد داده بود که مراسمی برگزار نکنه و فقط نزدیکان در خاک سپاری حضور داشته باشند، ماموران امنیتی بعد از شستن جسد بدون اطلاع خانواده نیکا را دفن کردند. مردم در قبرستان خرم‌آباد دست به تظاهرات زدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی می باشد. متاسفانه خبرها خیلی زیاد هستش و من سعی کردم که از گوشه ایران، از تمام قسمت‌های ایران خبرها رو جمع بکنم و اینکه فقط مختص به تظاهرات نباشه. ممنون از اینکه وقت رو در اختیار من قرار دادید. من مایک رو رها می‌کنم. سپاس از شما جناب آقای نوری‌زاده. لطفاً دوستان اگر سوالی هست یا اینکه اخبار جدیدی هست میخوان اضافه کنن، محبت کنن با علامت دست ما رو راهنمایی کنن. با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. یه مورد بود میخواستم منم بهش اشاره کنم، به نقض حقوق زندانی سیاسی مدنیمون آقای حسین رونقی که الان توی زندان هستن و با توجه به قضیه و اخبارهای شنیده شده ایشون پاهاشون هم شکستن و توی زندان الان، حالا با وضعیت الان زندان خدا میدونه چه اتفاقی براشون بیفته و همین مورد رو میخواستم من به سخنان دوست عزیزمون اضافه کنم و بگم که ما تنها کشوری هستیم که وقتی که زندان آتیش میگیره باید نگران نویسنده هامون باشیم، هنرمندامون باشیم، نخبه هامون باشیم، دانشجوهامون باشیم. یعنی تنها کشوری هستیم که زمانی که زندان آتیش میگیره باید نگران اینا باشیم. یعنی هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست که توی ایران داره اتفاق میفته. توی زندان بالاخره همونجور که میدونه توی ایران کسایی تو زندان ایران، تو زندان اوین هستن که نخبه ها هستن، حالا من اسمهاشون رو بخوام ببرم تعدادشون زیاده، نویسنده‌ای هستن، هنرمندایی هستن و دانشجوهای زیادی هستن. ممنونم، گفتم این مورد من به سخنان دوست عزیزمون اضافه کنم. سپاسگزارم. بقیه دوستان اگر که مطلبی هست بفرمایید، در غیر این صورت من سخنان دوم. ما همه میدونیم که باز هم جمهوری اسلامی اومد و دست به اقدام ضد بشری زد و حیات و حق حیات یک جوان 22 ساله را نقض کرد. با به دست آوردن آگاهی نسبی توسط مردم جامعه، امروزه در ایران بین جوانان شعارهایی شنیده می شود بر پایه حقوق ذاتی و شهروندی است. در همین رابطه دعوت می کنم از سرکار خانم زهرا رعایی تا با موضوع سخنرانی زن زندگی آزادی در خدمتشون باشیم. خانم رعایی لطفاً اگر که آماده هستی با علامت دست ما رو همراهی کنید. مایک در اختیار شماست خانم رعایی، بفرمایید. سلام و خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیز. بله واقعا اول من این حادثه، اینقدر این روزا حادثه زیاده که
جدیدترینش حادثه‌ای که دیشب اتفاق افتاد و آتش سوزی زندان اوین رو واقعا آدم نمیدونه میمونه که این عمق از فاجعه هایی که توی ایران داره اتفاق میفته رو به چه زبونی عنوان کنه، چون واقعا مثال این فاجعه ها تا حالا توی دنیا وجود نداشته که بخواد اصلا واژه‌ای براش باشه. یعنی عمق فاجعه رو نمیدونیم که چطوری بیان کنیم. و اوین هم به جایی که به نظر من اسمش زندان هست، ولی یه جوری دانشگاه اجباری نخبه های ایرانیه. یعنی هرچی نخبه، هنرمند، هر کسی رو میبینین که سیاسی، همه اونجا هستن و الان همه ما نگرانیم که چه اتفاقاتی پشت این قضیه هست و چه کسانی حالا ممکنه جونشون رو از دست داده باشن. من با اجازتون سخنرانیمو آغاز میکنم. شعار زن زندگی آزادی که یک شعار سیاسی و اجتماعی است، اولین بار در سال 1987 توسط جنبش آزادی بخش زنان کردستان ترکیه و همچنین نیز در جنگ علیه داعش سر داده شد. این شعار به معنای تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نخواهد شد هم هست. این شعار به ظلم و خشونت سیستماتیک به زنها اشاره دارد و جامعه آزاد و سرزنده را در زنان آزاد آن جامعه می‌بیند. شعار ریشه در مشکلات و تبعیضات ریشه دار علیه زنها دارد. به طور مثال، ما آزادی خواهان ایران شعار زن زندگی آزادی سر می‌دهیم، چون دختر جوان 22 سالمان بیگناه به قتل رسید. پشت این شعار فریاد هزاران دختر مثل مهسا امینی خوابیده است. در روزهای گذشته که اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف ایران شدت بیشتری به خود گرفته است، اعتراضاتی که به دلیل قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، توسط نیروهای گشت ارشاد حکومت قاتل و سرکوبگر آغاز و از شهرهای کردستان، سقز و سنندج به اکثر شهرهای ایران سرایت کرده است. زنانی که شعار چند ساله کردها زن زندگی آزادی را تبدیل به یکی از اصلی ترین شعارهای این روزها کردند. نظام جمهوری اسلامی از همان سالهای ابتدای خود زنان را از گردونه فرهنگ و سیاست به حاشیه رانده و با ایدئولوژی مذهبی خود نفس حضور و پوشش آنها را حرام کرد. منکراتی یا بدور از عرف معرفی کرده است. پروپاگاندای نظام اسلامی در این سالها استفاده زنان ایرانی از حجاب را به عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی و خواسته خود مردم ایران رد داده است. ادعایی که هرگز در میان زنان ایرانی پذیرفته نشده است. اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی به دلیل آنچه حکومت اسلامی بدحجابی می‌خواند، موجی از خشم را در میان توده‌های مردم برانگیخته و از مخالفت با حجاب اجباری به مخالفت با کل نظام جمهوری اسلامی کشیده شده است. هدف هیچ وقت حذف مردها یا دلسرد کردن مردها نبوده و نیست. هدف اکو کردن صدای آزادی خواهی زنان در سطح جهانی بوده و هست. این شعار پرمعنا اکنون به شناسنامه انقلاب جوان ایران تبدیل شده است و چنان برآمدی یافته که بیشتر شهرهای کشور را فرا گرفته. لایه‌های جمعیتی مختلفی به آن پیوستند. خصلت اساسی این انقلاب دموکراتیک است. در آن خواست برابری و آزادی با محوریت مقابله با حجاب اجباری برجسته است. کردستان با تجربه مبارزاتی پربارش به آن شتاب داده. همه کانون‌های مبارزه و مقاومت در تلاشند به آن نیرو دهند. مسائل و مطالباتی که انقلاب اخیر را برانگیخته، عامل‌های برانگیزاننده خیزش‌های دی ماه 96 و آبان ماه 98، زنجیره اعتراض‌های پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان می‌توانند در این انقلاب نو امکان پاسخگویی و پیگیری بیابند. این انقلاب دربرگیرنده و پیوندهنده است. یک شرط حفظ و ارتقای این ویژگی محفوظ ماندن جایگاه زنان در آن است. همه اینها هنوز ظرفیت و توان هستند و بالقوه و در حال بالفعل شدن. انقلاب نو، انقلاب زن زندگی آزادی،
به واقع ورود انقلاب به خواست دستیابی به کرامت انسانی و شهروندی به یک مدار بالاتر است. این مرحله البته یک بار آغاز نشده است. اعتراض به تبعیض و نابرابری نکته کانونی همه حرکت‌های صنفی و گروهی و منطقه‌ای و جمعی در ایران است. خواست برابری، حق مشارکت و حق سهم‌بری از ارزش تولید شده اجتماعی همه معترضان را به هم پیوند می‌دهد. آنچه مردم می‌خواهند کرامت است. اعزاز شأن انسانی و شهروندیشان است. آنچه جنبش زن زندگی آزادی را پیوند پذیر کرده است، این است که در ذات خود کرامت خواه است، یعنی خواهان رفع تبعیض، برقراری عدالت، دستیابی به آزادی و ارج گذاری به شأن و کرامت همه شهروندان و صد البته خواهان براندازی و تغییر رژیم سرکوبگر و دیکتاتور جمهوری مطلق اسلامی ایران. این انقلاب و حرکت نو شور و شوق عظیمی برانگیخته است. ناامیدان را دوباره امیدوار ساخته است. در عرض همین مدت کوتاه آگاهی عمومی را ارتقا داده است. اما نباید گمان بر این به زودی به هدف نهایی برانداختن حکومت ولایی میرسد. این انقلاب بزرگ تازه دارد گام‌های نخستین را برمی‌دارد. از جمله برای تعیین شکل‌های اجرا، نحوه تظاهرات خیابانی، شعاردهی‌های شبانه، شیوه‌های دفاع در برابر دستگاه سرکوب، اعتصاب، تعیین هدف‌های مرحله‌ای، تمرکز نیرو برای آزادی زندانیان سیاسی، عبور از پیوند پذیری خود به خودی به پیوستگی متشکل، تشکلیابی و حرکت برای یافتن شکل مناسبی از رهبری، تثبیت حضور خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار، محل زندگی، مفهوم پردازی و شکل دهی به گفتمان شاخص خیش و معنا کردن شعار زن زندگی آزادی. تدقیق محتوای برنامه‌ای خود از جمله و به طور مشخص در رابطه با زنان که اعتراضشان تنها به حجاب اجباری منحصر نمی‌شود. انقلاب در شکل عیان و مشخص خود رخ داده است. شرط اینکه عیناً همین رخ داد ادامه یابد عمل است. عمل می‌کنیم پس پیش می‌رود. اینک مفهوم انقلاب جان تازه‌ای یافته. شاید به این دلیل که حرکت جاری به نسبت گسترده است. استعداد و توان گسترش بیشتری نیز دارد و می تواند اکثریت ناراضیان را به خود جلب کند. امید برانگیخته و می تواند خاطره همه شکست های پیشین را تبدیل کند به حس لزوم جبران ناکامی ها با حرکتی تازه و عزم و اراده به پیشروی پرتوانتر شرکت کنندگان در آن. در مجموع می دانند که چه نمی خواهند حکومت ولایی و می دانند چه می خواهند، نظامی دموکراتیک با شاخص مؤکد جدایی دین و دولت، رفع تبعیض، عدالت، آزادی. چنان به صورت قطبی در برابر حکومت اسلامی است، به صورتی بارز در رابطه با موضوع زن زندگی آزادی که صحبت از اصلاح منتفی است و اگر اصلاحی هم صورت گیرد فروپاشی دستگاه را تشدید می کند. فوراً شکافی در زمان ایجاد کرده، پیش از آن و پس از آن شکل گرفته و دوره پس از جمهوری اسلامی را از آینده‌ای متصور به آینده معاصر تبدیل کرده است. روزمرگی تا حدی تعلیق شده و این بار با خود نوع دیگری از ادراک زمان را می آورد. از جمله به صورت اندیشه بر هنگام و نحوه پایان کار حکومت ولایی. رژیم قاتل و دیکتاتور اما شاید هنوز در ظاهر می تواند خود را حفظ کند و کار به این زودی ها یک سره نخواهد شد و نیروی سرکوبی که حکومت تا کنون در خیابان مستقر کرده هنوز نهایت توان وحشت افکنی و آدم کشی دستگاه نیست. به احتمال بسیار بسته به میزان قدرت نمایی خیابانی انقلاب با زور بیشتری به میدان نیز خواهد آمد تا آن زمان که شکاف بردارد و بشکند. به عنوان مثال انقلاب سال 57 نشان می‌دهد که حضور نظامی تمام عیار در خیابان به جای ایجاد رعب و وحشت تحریک به خیزش می‌کند و بیشتر به ورشکستگی اخلاقی کانون قدرت راه می‌برد. شرط به هم خوردن موازنه قدرت این است که نیروی سرکوب فقط نزند بلکه بخورد
و با ضربه هایی که می خورد شکاف بردارد، شکافی که ممکن است فوراً خود را نشان ندهد اما به زودی جلوه‌گر خواهد شد. فضای انقلابی اکنون فضایی پرشور و امید است. در مورد ایران حاصل همه این بحث ها را می توان در یک کلام خلاصه کرد: ضرورت ولایت چکنی پیگیر اگر بخواهیم برای همیشه از موقعیت استقرار و رعیت بودن خارج شویم. این انقلاب به تراز یک انقلاب عظیم ضد نظام ولایی رسیده است. حتی اگر و اگر به فرض محال که این انقلاب که با قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شده با سرکوب شدید خاموشی گیرد، بعدتر 100% انقلابی بزرگتر و دوباره با تداومی بیشتر شکل خواهد گرفت. از زمان استقرار حکومت ولایی درگیری قطبی با آن را تنها در مبارزات سالهای نخست پس از انقلاب شاهد بوده ایم. آن مبارزات به طور مشخص تنها در... لطفاً وقت را رعایت کنید، فهمندی بفرمایید، ممنون میشم. بله چشم، حالا چون مطالب پس زیاده من حالا اون آخرشو دیگه حالا فاکتور میگیرم و بعد ارسال میکنم. البته یه تیکه آخرشو من بخونم و تموم میکنم. از یاد نبریم که هدف مقدم هر انقلابی به صورت جنبش آشکار فراگیر انقلاب سیاسی است. اما برای تعطیل نشدن تفکر انتقادی و دوری از شر ابتذال لازم است از یاد نبریم که اصالت با انقلاب اجتماعی است. دولت باید در هم بشکند تا عرصه برای جامعه باز باشد. به امید پیروزی انقلاب مردم ایران و به نام زن، زندگی، آزادی. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم خانم رهایی عزیز. لطفا دوستان اگر در این مورد صحبتی دارن، سوالی دارن، بفرمایید، در خدمتتون هستم. درود عزیزان، صدای من هست در جلسه؟ بله صداتون هست. خانم رهایی به این نکته اشاره کردن که اول این شعار در مناطق کردنشینی ترکیه صورت گرفت. این نکته رو بگم که سازنده این شعار و فلسفه این شعار از آقای عبدالله اوجلان میاد. عبدالله اوجلان رئیس حزب کارگران کردستانه ترکیه است که بهش میگن پیکاکا امروزه، که این جنبش رو رهبری میکرد و متاسفانه امروزه در زندانهای ترکیه داره به سر میبره و میبینیم که شعارش امروز در ایران تنها شعار نیست، به عمل تبدیل شده و از اون حالت شعار جنجیان آزادی خارج شده و به عملی تبدیل شده که در ایران داره یک انقلابی رو شکل میده. و اگر ما نگاه میکنیم این شعار مال سالهای پیشه و امروز اگر به عمل تبدیل شده در ایران، این درک مشترک مردان ما ایرانی هاست که باعث شده از شعار به عمل تبدیل بشه و دقیقا فهم و درک مردم ماست که باعث شده این به صورت عملی در خیابان‌های ایران و کردستان و چه بلوچستان، چه قسمت شمال ایران، چه جنوب ایران به این شکل در بیاد. من گفتم این نکته رو بگم، در خدمتم. سپاس شما جناب آقای صادقی، بفرمایید، مایک در اختیار شما. جناب آقای صادق فراخی. بله تشکر میکنم از شما و همچنین خانم رهایی از سخنرانیشون و دوست عزیزمون که چند مورد اضافه کردن. من نظر خودم رو بخوام بگم اینه که میشه کلن این سازنده شعارها و عمل و این انقلاب رو میتونیم بذاریم آگاهی و بیداری مردمه که این شعار رو میسازه، این عمل رو انجام میده و این انقلاب رو میکنه و مردم الان تو خیابون هستن به خاطر اینه که حقشون الان میدونن، بیدارن، آگاهن. چرا سال 98 اتفاق ببخشید 88 این اتفاق نیفتاد؟ چون هنوز مردم از حقشون چیزی نمیدونستن، آگاه نبودن، بیدار نبودن. ولی امروزه شما بچه های الان ببینید خیلی از معترضای خیابونی که الان تو خیابون هستن بچه های
دهه 70 80 هستن، بچه های دهه 80 هستن، یعنی 16 ساله هستن 15 ساله هستن. ببین اینا خیلی چیزا رو داره نشون میده که ما دیگه نمیتونن مردم رو تو اون عالم جهل و عالم قبلا که مردم رو یه جور نگه میداشتن که خرافاتی نگه میداشتن، ولی الان نه دیگه، بچه ها بیدار شدن، حقشون رو میدونن، میدونن الان کمترین حق و حقوقشون حداقل همین آزادی که با برن تو خیابون و ازشون حمایت بشه، نه اینکه بگیرن ببرن جنازه‌ش رو بدن بگن فلانی و سگ گرفته کشته شده، حالا یک جوونی رو نمیدونم ظاهرا تایید کردن، حالا خودشون البته تایید کردن که ایشون گفت سگ گرفتتش و حالا نیکا رو بردن از پشتمون، نمیدونم چیز که میگه از پشتمون پرت شده. ببینید کسی باور نمیکنه، شاید مثلا 30 سال پیش بود، آره شاید یه کسای 40 سال پیش بود، حالا یه کمی یه درصدی از مردم باور میکرد، ولی الان حتی یک درصد از مردم نمیتونن اینو باور کنن. چرا؟ چون بیدار شدن، آگاه هستن، اطلاع دارن، مخصوصا دست رژیم براشون باز شده تو این قضیه. ممنونم که این وقت به من دادید. سپاسگزارم از شما. جناب آقای میلاد، مایک در اختیار شماست. بله، من یک نکته رو اشاره کنم بهش که زمانی که زنان کرد در کوبانی یا قسمت‌های شمال سوریه در برابر داعش می‌جنگیدن، دقیقاً همین شعار رو به کار می‌بردن و این نشان میده که حکومت‌های اسلامی که مثل داعش و طالبان و جمهوری اسلامی اینا سر کار میاد، اولین کاری که می‌کنه زنان رو در چنگ خودش می‌گیره و زمانی که زن رو در چنگ خودش می‌گیره و محدود می‌کنه، اون زن قادر نیست یک فرزندی به دنیا بیاره که آزاد باشه و شعار زن زندگی آزادی اینو به ما نشون میده که دقیقاً حکومت‌هایی که اسلامی هستن مثل جمهوری اسلامی، مثل طالبان، مثل داعش، اینا خواستار خفه کردن زنان و به دنبال اون سایر حقوق ذاتی و شهروندی انسان ها میباشد. من این نکته رو گفتم بهش اشاره کنم. سپاسگزارم از شما. دعوت میکنم از آقای مهدی محمدپور، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با جمهوری اسلامی در ایران. جناب آقای مهدی محمدپور، جناب اشرفایی دستشون بالاست، مایک برای جناب اشرفایی. اشرفایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام میکنم دوستان، عرض کنم که ما قاعدمون بر اینه که کسی که سخنرانی میکنه بین 20 تا 30 دقیقه سخنرانی کنه. خانم رهایی حدوداً 14 دقیقه سخنرانی کردن. من پیشنهاد میکنم اجازه بدید ایشون بقیه صحبتشون هم انجام بدن. ما برای اخبار معمولاً، برای گزارش نقض معمولاً بین 10 تا 15 دقیقه، برای عرض کنم که مقایسم بین 10 تا 15 دقیقه است یا گاهی تا 20 دقیقه، ولی برای سخنران تا 30 دقیقه فرصت هم میدیم که بتونن راحت صحبت کنن و بعد پرسش پاسخ بشه. حالا من دم نوشتن که من پیامم دادم، بعد دیدم خانم رهایی نوشتن که من هنوز کلی از صحبتام مونده. من میخواستم اگه اجازه بدید ایشون صحبتاشون رو کامل کنن و به نتیجه برسیم، ایشون نتیجه کامل بگیرن. اگه شما سلام میدونید. چشم جناب شفایی. خانم رهایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. تشکر از لطفتون. حقیقتش من گم کردم که کجا بود، ولی حالا سعی میکنم حالا اون تیکه های آخر رو بخونم، ولی گم کردم که کجا رو خوندم. اکنون بر تمام جهانیان عیان شده که رژیم‌های مانند رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی که منتقدان و مخالفان را دستگیر و زندانی می‌کنند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و می‌کشند، رژیم‌های خودکامه هستند. خودکامگان حیوان صفت، مردان و زنان همه جا حق دارند که حاکمان را زیر سؤال ببرند، خواهان تغییر شوند، آزادانه حرف خود را بیان کنند، گرد همایی داشته باشند،
و متشکل شوند تا تظاهرات صلح‌آمیز انجام دهند و به صورت مدنی نافرمانی کنند. ما انسان‌ها بنا به طبیعت خود موجوداتی اجتماعی و سیاسی هستیم و همین حقوق است که یک زندگی اجتماعی و سیاسی شرافتمندانه را ممکن می‌سازد. کاملترین و جامعترین شعار این انقلاب یعنی زن زندگی آزادی که در جای جای وطن عزیزمان ایران سرداده می شود مستلزم آن است که بازتاب جهانی داشته باشد و در سرتاسر جهان توسط ما فریادهای همسان سرداده شود. زنان همه جا می توانند به سرعت دریابند که زیر چنین سرکوبی بودن چه احساسی دارد و در نتیجه می توانند به دفاع از زندگی و آزادی برخیزند. و در آخر برای کسانی که این روزها می پرسند، یعنی واقعا می شود آیا این رژیم دیکتاتور نابود خواهد شد و کوچه و خیابان و خبرها و شبکه‌های مجازی را به دنبال شکوفه‌های امید می کاوند و گاهی ناامید از حضور مخوف نیروهای سرکوب و تصاویر وحشت و سیاهی و ادعاهای ناامید کننده و تجربیات قبلی و رجزخوانی‌های دشمن و به خاموشی گراییدن خیابان‌ها و گاهی امیدوار از خبر مرگ فلان جلاد و فرارشان از مقابل مردم و ریزش درون حکومتی و خیزش شهرها و اعتصابات و تحلیل‌های مثبت خبرها و همبستگی‌های فراوان داخلی و خارجی و اعلام سقوط محتوم رژیم از سوی کارشناسان و افراد مورد وثوق به راستی چه می‌شود؟ بگذارید فارغ از امیدها و آرزوها و ای کاشها نظر خودم را نیز بگویم. سقوط حتمی است، یعنی این حکومت صفات راهی جز سقوط و نابودی ندارد، چرا که تمام نشانه ها بر این موضوع صحه می گذارد و فرای آن آگاهان می دانند که حتی یک نمونه در تمام جهان و در تمام طول تاریخ در چنین وضعیتی دوام نیاورده است. مرگ مهسا نقطه شروعی را کلید زد که پایانش تغییر این رژیم است. حقیقت این است که سیر حوادث و فراز و فرودهای مقطعی تا آن مرحله را کسی نمیتواند پیش بینی کند و یا زمانی قطعی برای پایان رژیم اعلام کند که بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته و اتفاقاتی در آن دخیل است. اما پایان این ماجرا و دور نبودنش مسجل است. مهسا برگی از دفتر تاریخ ایران را ورق زد و تمام قرائن به شفافی حکایت از پایان این فصل شوم را دارد و برای فصل جدید شاید بازگشت به آینده نام با مسمایی باشد. تشکر، ممنون که دوباره وقت رو به من دادین. سپاسگزارم از شما خانم بهای عزیز. دوستان اگر که سوالی دارن، جناب آقای فرخی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنونم. من میخواستم پیرو سخنرانی خانم رایی مورد رو بگم. این تکه خط آخره که گفته بودن پایان این رژیم، نظر خودم رو بگم، پایان این رژیم و پایان این ظلم و دیکتاتوری رو میشه زمانی اعلام کرد که حداقل 60 یا 70% مردم آگاه بشن. یعنی تنها زمانیه که ما بتونیم پایان هر ظلم، پایان هر زورگویی بتونیم اعلام کنیم و موفق بشیم، زمانیه که ما بتونیم بیش از 50 یا 60% افراد رو بتونیم آگاه کنیم و بتونیم از این قضیه، از حقشون مطلعشون کنیم. ممنونم که وقت رو در اختیار من گذاشتید. من گفتم این مورد رو به خط آخر سخنرانی خانم رهایی اضافه کنم. ممنون و سپاسگزارم. در قسمت بعد دعوت می کنم از آقای مهدی محمدپور کنوان در در مورد کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با جمهوری اسلامی در ایران. جناب آقای محمدپور بفرمایید، مایک در اختیار شماست. بله، صدای من هست؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز. کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوبه 21 دسامبر 1965 میلادی مطابق با 38344 شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دول عاقد این قرارداد نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلی افراد انسانی و کلی دول عضو ملل متحد متحد شدند که منفردند و مشترکند با همکاری سازمان برای نیل و یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق و احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمود. نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلی افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ یا ملیت برخوردار شود. نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک و تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شود. نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیض را به همراه دارد، به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره قطعنامه 1514 دوره 15 مجمع عمومی لزوم ختم سریع و بیقید و شرط استعمار را تایید و رسما اعلام نمود. نظر به اینکه اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد قطعنامه 1904 دوره 18 ملل مجمع عمومی راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسما لزوم رفع سریع کلی اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تامین تفاهم و احترام به حیثیت شخصی انسانی را مورد تایید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد، با تایید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سطحی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد. با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست و احساس خطر مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امهای سریع کلی اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تحصیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی قید و کلی اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد، با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شکل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه و تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو در سال 1960 به تصویب رسیده، با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان و اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نموده. ماده 5 دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متحد میشن که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نماید. الف حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند. ب حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا فرد یا دسته یا تشکیلات. در اینجا میشه اشاره داشت به کشته شدن ژینا امینی، جوان 22 ساله‌ای که همراه با خانواده برای دیدار با خویشاوندانش از سقز به تهران سفر کرده بود. او روز 22 شهریور به دست مأمورین گشت ارشاد بازداشت و به قتل رسید و همچنین سرکوب با دستگیری‌های بی‌رحمانه مردم معترض به قتل ژینا امینی توسط افراد حکومت. جیم
حقوق سیاسی به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی با هر رتبه و مقام در شرایط مساوی دار. سایر حقوق مدنی خصوصا حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور، حق ترک هر کشور به من جمله ترک میهن خود و بازگشت به آن. در اینجا هم میشه اشاره داشت به توقیف گذرنامه برخی از شهرهای هنری و ورزشی توسط حکومت که بر اساس ضوابط قضایی خاص نبوده و تنها به دلیل اینکه پس از فوت مرحوم ژینا امینی با اظهار تأسف و بیان برخی انتقادات نسبت به وقوع این رخداد غم‌انگیز واکنش نشان داده بودند با این بازخورد همراه بوده. حق داشتن یک تابعیت، حق ازدواج و انتخاب همسر خود، حق تملک چه به صورت فردی و چه به صورت مشارکت، حق توراث، حق آزادی فکری، وجدان، مذهب، آزادی و عقیده و بیان، حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت آمیز، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، خصوصا حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل، استفاده از شرایط عادلانه رضایت بخش کار، برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آنها، حق مسکن، حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی و بیمه اجتماعی و خدمات اجتماعی، حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای، حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی با شرایط یکسان و حق دسترسی به کلیه امکانات و خدماتی که به عموم عرضه می شود از قبیل وسایل نقلیه، هتل ها، رستوران ها، کافه ها و تماشاخانه ها و پارک ها. در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده اصل دوم قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تضمین می‌کند. اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خیش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه. 13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. اصل 15. زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به زبان و خط به این خط باشد، ولی استفاده از زبان محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده. در اینجا میشه اشاره‌ای داشت به مدرسینی که زبان کردی تدریس می‌کنند و در زندان هستند، مانند خانم زهرا محمدی فعال فرهنگی کرد که در ایران به دلیل تدریس زبان کردی به 10 سال حبس محکوم شدند. اصل 19. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد. اصل 26. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی موازین اسلامی را بر اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی آنها مجبور ساخت. از این رو میشه نگاه اجمالی وضعیت حقوق بشر در شهریور 1401 داشت. بنا به گزارش هرانا در شهریور ما با قریب 64 مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به گزارش‌های نهایت بین‌المللی ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد. از مهمترین رویدادها میتوان به حکم اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط دادگاه انقلاب ارومیه اشاره کرد که با اتهام مفسد فی‌الارض از طریق مشارکت در باند قاچاق زنان و دختران به اقلیم کردستان عراق این محکومیت را دریافت کرد.
اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در اینجا هم میشه اشاره داشت به اعتراضات مردمی که در واکنش به قتل حکومتی ژینا امینی توسط گشت ارشاد از روز شنبه 26 شهریور ماه 1401 شمسی که در تهران و شماری از شهرهای کردنشین آغاز شد، به سرعت به دیگر شهرهای کشور هم گسترش یافت. نیروهای امنیتی برای سرکوب شهروندان معترض کماکان از شلیک گاز اشکاور، تفنگ‌های ساچمه‌ای و سلاح‌های جنگی استفاده می‌کنند. اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران طی دوران اعتراضات با اختلال مواجه شده و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی پلتفرم‌های اجتماعی اینستاگرام و واتساپ در ایران مسدود شده. به گزارش هنگاب از ابتدای شروع اعتراضات سراسری به قتل حکومتی ژینا امینی از تاریخ 26 شهریور 1401 تا شنبه 23 مهر 1401 که از شهر سقز آغاز و به 105 شهر در سراسر کشور گسترش یافت، دست کم 176 شهروند در 17 استان ایران بر اثر خشونت زائد الفصل و شلیک‌های نیروی امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند که بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل در شامگاه پنجشنبه 21 مهر دست کم 23 کودک 11 تا 17 سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند و همچنین صدها نفر بازداشت و زخمی شدند و همچنین انتشار ویدیو تعرض جنسی آشکار مأمور یگان ویژه به زن معترض در جمع دیگر مأموران که واکنش‌های بسیاری روبرو بوده. اصل 28 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مسائل عمومی و حقوق دیگران نیست برگزید. دولت موظف است با رعایت نیاز به جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تامین کند. در اینجا همیشه اشاره‌ای داشت به کشتار سیستماتیک کولبران در مرز بانه، کشته شدن 7 کولبر طی 40 روز تا لحظه تعیین این گزارش در چهارشنبه 9 شهریور 401. در ادامه کشتار سیستماتیک کولبران کرد توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک کولبر جوان اهل سردشت با هویت صالح رشیدزاده 23 ساله روز چهارشنبه 9 شهریور 1401 مصادف با 31 آگوست 2022 با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز بانه کشته شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری نگاه، صالح رشیدزاده اهل روستای قلعه رشی از تاوی سردش می باشد و ساعت 15:30 دقیقه در مرز مروی بانه بدون اخطار قبلی مورد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. گفتنی است که یک برادر دیگر صالح رشیدزاده با هویت محمد رشیدزاده 2 سال پیش در حین کولبری در مرز باجار از تاوی سردش با شلیک مستقیم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شد. با استناد به آمار صبر رسیده در مرکز و آمار اسناد سازمان حقوق بشری نگاه، طی 40 روز گذشته دست کم 7 کولبر در مرز بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به قتل رسیدند. و در این قسمت هم میشه اشاره ای داشت که متاسفانه این افراد کشته شده یا زخمی هیچ بیمه بازنشستگی ندارند. ممنونم اینکه مایک رو در خیر من گذاشتید. مایک رو آزاد بکنم. سپاسگزارم جناب آقای محمدپور. لطفاً دوستان اگر سوالی، نقطه نظری دارن با علامت دست ما رو راهنمایی بفرمایید، ممنون میشم. جناب آقای رجب‌زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، سپاسگزارم از همکار گرامی آقای مهدی محمدپور عزیز. میخواستم یه نقطه مطالبی رو اضافه کنم در رابطه با معلمین عزیزی که در رابطه با آزادی انسان و آزادی اندیشه جون خودشون رو از دست دادن. یادی کنیم از زنده یاد فرزاد کمانگر که یکی از اسطوره‌های ملی ایران شد
به خاطر اینکه برای آزادی هموطنای خودش، برای آزادی به قول خودش ماهیای کوچیک که در دریا تازه می‌خواستن رشد کنن، داشت بهشون آموزش آزادی و دموکراسی رو میداد. به دلیل این موضوع به زندان اوین منتقلش دادن و بعد از گذشت چندین سال به همراه 4 معلم دیگه که این عزیزان و اسماشون رو میگم توی یک شب اتفاقی و بدون ارائه به وکیل و خانواده هاشون، بدون حضور خانواده هاشون در پارکینگ زندان اوین اعدام شدن در سال 1389. یادی میکنیم از این بزرگان و نامشون رو زنده نگه میداریم. من نامشون اینجا دوباره میگم خدمت شما عزیزان: فرزاد کمانگر عزیز، علی حیدریان، شیرین علمن خدا اگه اشتباه نکنم، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی. خواستم یادی کنم از این بزرگ مردان و بزرگ زنان ایران که یادشون تا ابد زنده خواهد ماند و به خاطر اینکه جنسیتشون جنسیت ناب آزادی بود و ما هم در کنار این عزیزان همیشه در بله ظلم و ستم مبارزه میکنیم. سپاسگزارم. جناب آقای میلاد، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، ممنون از شما. من در مورد تبعیض به یک موردی که برای خودم اتفاق افتاد توی ایران سال 88، من شهریور 88 زمانی که خواستم برم دانشگاه ثبت نام کنم، روی برگه‌ای که برای تکمیل ثبت نام بود نوشته بود دین اسلام و فلان و فلان، من قسمت سایر موارد خط زدم و نوشتم اهل حق یا همون یارستانی که شاید بیشتر مردم بدونن، و متاسفانه مسئول ثبت نام برگه منو پاره کردن. گفتم چرا پاره میکنه؟ گفت که ما دینی به اسم اهل حق نداریم و باید یا اسلام بزنی یا سایر ادیان. گفتم من هیچ کدوم از اینا نیستم. و تا آخر وقت طول کشید، یعنی حدودا یه نیم ساعت مونده بود به آخر ثبت نام، منو ثبت نام کردن. و اشاره بکنم به این مورد که اینجور اشخاصی که در رأس حکومت قرار دارن و در رأس نهادها قرار دارن، مثلا برای دانشگاه ها، آدم های هستن که واقعا سوادی ندارن، هیچ سوادی ندارن و فقط به جهت این که در جهت حکومت کار میکنن و برای منافع حکومت و سرانشون کار میکنن در این جایگاه قرار میگیرن. اشاره کنم به یکیه که توی دانشگاه سرپرست خوابگاه ما بود و یک تظاهراتی بچه ها شکل دادن توی دانشگاه فنی سنندج. این مورد رو بگم، میدونم طول کشید، جمع‌بندی کنید لطفا. یه تظاهراتی شکل دادن و این شخص همه بچه ها رو گزارش میداد، قشنگ مشخص بود که کار این بود، میرفت گزارش میداد که کی چه کار میکنه و بعد از یک سال ایشون ترفیع رتبه گرفتن و از نگهبان خوابگاه یا سرپرست خوابگاه به قسمت‌های اداری دانشگاه صعود پیدا کردن. ممنونم. سپاس از شما. جناب آقای فروخی، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنون از شما و تشکر از جناب آقای محمدپور عزیز بابت سخنرانیشون و بابت بررسی کنوانسیون تبعید نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی. ما وقت قانون اساسی ایران رو میخونیم شبیه طنز میمونه، چون اصلا 177 هست داره، هر کدومشو میبینی اصلا برای مردم نوشته نشده. حالا اون 30-40 هم که نوشته شده به نفع مردم نوشته شده، اگه حالا مطالعه کرده باشید تهش اومدن مشروطش کردن به دین و به دین ضربه نخوره، بالاخره مشروط شده، یعنی اونم یه جوری چیزش کردن که اونا هم به نفع خودشون شده، یعنی کلا اصلایی که نوشتن قانون اساسی کلا برای خودشون نوشتن، یعنی هیچ برای مردم نوشته نشده، یعنی بیشتر شبیه یه طنز تا اینکه یه قانون برای مدیریت یک کشور باشه. و ما توی ایران اصلا تبعید نژادی اصلا از دید مردم نداریم، اصلا نداریم. اینو میشه کجا فهمید؟ اینو میشه تو زمانی فهمید که این اتفاق برای ژینا امینی افتاد، یه دختر کرد افتاد. این یعنی چی؟ یعنی ما از دید خود مردم ایران ما هیچ گونه تبعیدی نداریم، هیچ تبعیض نژادی نداریم، همه یکی هستن. این خود این الان اعتراضاتی که مردم دور هم هستن، همه یک صدا تو همه کشورها، توی خود ایران بلخص چیزی حدود
تعداد زیادی از مردم الان توی خیابون هستن، این خود مردمن که دارن میگن ما هیچ گونه تبعیض نژادی نداریم. این کاری که دولت داره انجام میده که میگه تفرقه انداز حکومت کن، یعنی خود دولت داره این کارو میکنه که بگه کرد کرده، ما فارسیم، اون عربه، این یه جوری داره جدا میکنه، چون میدونه این اتحادی که الان امروزه خود دولت داره اینو میبینه، میدونه این اتحادن که پایه نظام و این درخت 43 ساله رو از ریشه در میاره. این ترسش از همینه و خوبه که بالاخره حالا مردم بیدار هستن و از دید مردم هم هیچ گونه تبعید نژادی وجود نداره، تبعید نژادی شد ببخشید. و اینکه چیزی که دولت دوست داره و از اتحاد مردم میترسه. ممنونم که این وقت به من دادید. سپاسگزارم از مشارکت تمام همکاران عزیز. تنها استراتژی جمهوری اسلامی کشتار و سرکوب معترضین همراه با خشونت است. این دولت از این همه اعتراض سراسری خسته شده، نیروهای سرکوبگر دارن به مردم میپیوندن و بعید نیست با مقاومت مردم تغییرات بزرگ و گسترده ای در نظام سیاسی کشور رخ دهد. در همین رابطه دعوت میکنم از جناب آقای صادق فرخی قصرآسمی با موضوع چرایی سرکوب معترضین. در خدمتون هستیم و در صورت آماده بودن لطفاً دستتون رو بالا بیارید تا مایک براتون آزاد بشه. جناب آقای صادقی بفرمایید. جناب آقای فراخی بفرمایید. مایک در اختیار شماست. ممنون از شما و دوستان عزیز و فعالین حقوق بشر که در این جلسه حضور دارید. سخنرانی من به نظر من قبلش باید توجه کنیم به اتفاقی که تو زندان اوین افتاده و اینکه امیدواریم که سینما رکس دیگر اتفاق نیفته، چون تا الان که در جریان هستی چیز حدود 4 نفر کشته و چیز حدود 61 زخمی، تا همین الان اطلاعاتی که حالا از طریق رسانه ها اعلام شده تا الان دقیقا از زخمی و از کشته شدن و زخمی شدن تعداد از شهروندان با خبر شده. سرکوب تنها تاکتیک و استراتژی رژیم. وحشت اصلی رژیم از تداوم و گسترش تظاهرات هاست تا خود اعتراض ها. یکی از تاکتیک های شناخته شده ماموران آتش نشانی در مقابله با آتش سوزی های مستعد و گسترش به نقاط دوربر خود این است که ابتدا سعی می کنند ضمن تلاش برای خاموش کردن آتش، با محاصره آن و خالی نمودن پیرامون آن از موارد و وسایل قابل اشتعال، از گسترش آن به نقاط دیگر خودداری کنند. سرعت عمل در بکارگیری این تاکتیک از جمله موارد کلیدی در موفقیت آن می باشد. در قیاسی نه چندان دور به نظر می رسد که این تاکتیک رژیم در برخورد با اعتراضات مردم بعد از دیدماه 96 و آبان 98 و همچنین اعتراضات اخیر این است که آنها را در اولین مرحله شروع و اوجگیری محاصره و با حد اکثر قدرت و شدت سرکوب کند تا بدین وسیله مانع تداوم و گسترش اعتراضات شود. رژیم با جمع‌بندی از تظاهرات های سال 88 که خیلی سریع به اعتراضات بسیار گسترده تبدیل شد و با آگاهی از خشم و تنفر انبار و بارود شده مردم به خصوص زنان و جوانان علیه رژیم و اینکه در زیر عبای آخوندها هیچ راه حلی برای مشکلات بیشمار مردم ندارد و از طرفی نیز می‌داند تا مسائل و مشکلات مادی و حل نشده مردم باقی است، بی تردید باید منتظر سریال اعتراضات می بودند. با توجه به مجموعه این دلایل بر آن است تا با اتخاذ سیاست سرکوب به عنوان هم تاکتیک و هم استراتژی کمترین اعتراضات مردم به جان آمده را با حد اکثر سرکوب برق‌آسا و کشتار بیرحمانه پاسخ دهد. رژیم هرقدر در پاسخگویی به مشکلات مردم کودن و ناتوان است، در عوض در برخورد با اعتراضات مردم از زیرکی و هوشیاری شیطانی برخوردار است و با اطلاع از ساختار پوسیده و فاسد نظام می داند که صورت دادن کوچکترین فرصت به معترضین و کمترین تعلل و دودلی در سرکوب باید فاتحه نظام را بخواند و برود، زیرا همانقدر که سرکوب در کوتاه مدت کارایی دارد
در عوض و در صورت تداوم اعتراضات و تشدید تضادهای داخلی و فشارهای بین المللی مشکلات بسیاری را که می تواند راه به ریزش نیرو و فروپاشی کل نظام ببرد را در مقابل آخوندها قرار دهد. رژیم در مقابل با تظاهرات‌های پراکنده می تواند با نیروهای لباس شخصی و بدون وارد نمودن گسترده و علنی نیروهای سپاه و بسیج اعتراضات پراکنده را جمع جور کند و یا نیروهای غیر محلی را برای سرکوب در شهرهای مختلف جابجا و استفاده کند، ولی در صورت مواجهه با ادامه و گسترش تظاهرات نهایتاً مجبور است نیروهای رسمی و یونیفرم پوش‌های خود را وارد صحنه و روزهای متوالی آنها را در سطح شهرها و کوچه‌ها و خیابان‌ها نگه دارد. اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی، افزایش تلفات و تشدید سرکوب و سوء استفاده ابزاری رژیم ایران از کودکان و نوجوانان به عنوان نیروی سرکوب به صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح با پوشش نظامی در برابر مردم معترض مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنهاست. این شیوه برخورد با نوجوانان برای آمران عواقبی ناگوار و غیر قابل جبران در پی خواهد داشت. حکومت ایران به این دلیل نیروی سرکوب تازه نفس نیاز دارد و برای جبران کمبود نیرو از نوجوانان برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. بارور شدن دست رژیم در این که برای آخوندها دین و مذهب جز سرپوشی برای چپاول و قدرت نبوده و اگر آخوندها ذره‌ای به آخرت و روز قیامت و حسابرسی اعتقاد داشتند، در 43 سال گذشته چنین دنده خلاص و با خیال راحت غارت و جنایت نمی کردند و به همین دلیل در رده های پایین نیروهای سرکوب نظام که خیلی بیشتر و دقیقتر از مردم عادی در جزئیات فساد و غارت فرماندهان و سران رژیم هستند، دیگر خبر و نشانی از معتقدان طالب شهادت و رفتن روی زمین های مینگذاری شده نیست و به همین دلیل رژیم می داند که در صورت حضور طولانی مدت این گونه نیروها در میان مردم بعید نیست که لوله سلاح آنها به سمت خودزنی و آخوندزنی برگردد. در چندین دهه قبل رژیم این شانس را داشت که با نیروهای سرکوبگر و محافظ خود با هر کس از راه خود آنها تنظیم رابطه کند و با نیروهای ایدئولوژیک و با حربه ایدئولوژی وارد می شد و با اراذل اوباش با زبان پول و چاله میدانی. وقتی این روزها تنها اتکای رژیم به نیروهای پولکی و بدون ذره ایمان و عقیده است که تا مانند تلفن عمومی آخوندها در قلک آنها پول نریزند، تکان و حرکت و سرکوب نمی کنند. اگر تا دیروز نیروهای سرکوب رژیم در راه خدا و آخرت شکنجه و قتل و جنایت می کردند، امروز با خبردار شدن از بیخبری آخوندها از خدا و دین تنها دست به نقد جهاد فی سبیل دلار می کنند. و طبیعی است که با تشدید تحریم ها و دستبستگی آخوندها در دسترسی به دلار، تیغ سرکوب روز به روز کنتر خواهد شد. با توجه به مجموعه تغییر و تحولات نیروهای دوربر و دور و نزدیک آخوندها به نظر می رسد که رژیم می داند که در طولانی مدت نمی تواند به نیروهای رد پایین نظام اعتماد چندانی داشته باشد و به همین دلیل است که گاه و بیگاه و به بهانه‌های مختلف لشکرکشی از مزدوران کشورهای بیگانه و گرسنه را برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب وارد ایران می کند. رهبر جمهوری اسلامی مجدداً معترضان در ایران را تهدید کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جمعه 22 مهر ماه با اشاره ضمنی به اعتراضات ایران و تهدید مجدد معترضان گفت که پیش از این آمریکا و شوروی در مسئله ضدیت با جمهوری اسلامی متفق بودند و خیال می‌کردند این نهال را می‌توانند از ریشه بکنند و ادامه داد که غلط می‌کنند، فکر کندن آن را هم کسی بکند. خامنه‌ای چهارشنبه گذشته با توصیف اعتراضات جاری به اغتشاشات خواستار برخورد امنیتی و قضایی
با معترضان شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران یک روز پس از تهدید رهبر جمهوری اسلامی از قضات خواست از ساده انگاری و دلسوزی بیجا نسبت به بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران بپرهیزند. اژه‌ای پنجشنبه در سخنان مدعی شد که دلسوزی های بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی اعتراضات کنونی ظلم به مردم و آینده است. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه دوشنبه 18 مهر در فراخوانی خطاب به تمامی جریانات سیاسی، گروه‌ها، دستجات و مردم گفته بود که هر کس هر ابهام، سوال، انتقاد و یا اعتراضی دارد در خدمت آنها هستم و در مورد مسائلی که در حوزه اختیارات من است با آنها گفتگو خواهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه برای اولین بار در انظار عمومی دیده شد و در اولین واکنش خود این اعتراضات را اختشاش نامید و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. به رغم این اعتراضات سراسری در ایران ادامه یافت و شب گذشته بسیاری از شهرهای ایران شاهد حضور گسترده اعتراضی مردم بود. اعتراضات جاری در ایران با قتل مهسا امینی، شهروند 22 ساله سقزی و پس از زمان کوتاهی به تظاهرات ضد حکومتی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. همچنین گزارش هایی که کشته و زخمی شدن نوجوانان در اعتراضات ایران منتشر شده است. به گواه تصاویری که از اعتراضات ضد حکومتی ایران منتشر شده، جوانان دهه 70 و کودکان و نوجوانان متولد دهه 80 یکی از گروه های عمده حاضر در اعتراضات کنونی ایران هستند. در حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم زاهدان در روز جمعه 8 مهر 93 شهروند بلوچ کشته شدند. شمار زیادی از معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه روز 22 مهر مهر تظاهرات کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مردم زاهدان در خیابانهای این شهر شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. شهروندان بلوچ 2 هفته پیش پس از پایان نماز جمعه در اعتراض به تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ توسط فرمانده نیروی انتظامی چابهار در حمایت از اعتراضات سراسری ضد حکومتی در اطراف کلانتری 14 زاهدان تجمع کردند که با تیراندازی مستقیم و پیاپی نیروهای سپاه، بسیج و یگان ویژه مواجه شدند. علارغم تلاش رژیم برای آلوده نمودن همه از بالا تا پایین نظام در جنایت و غارت در چند دهه گذشته، با این هدف که راه فرار و پیوستن آنها را به سوی مردم در روز مبادا ببندند، اما واقعیت این است که تمامی فرد نیروهای رژیم نه یکسان در جنایت و غارت شریک آخوندها بوده، بلکه به یک اندازه در بقای نظام زینف هستند. عناصر پایینی نیروهای نظامی رژیم که قرار است گوشت قربانی آخوندها گردند، با ادامه و گسترش اعتراضات و با دیدن کوچکترین شکاف در بدنه نظام بعید است همچنان سپر بلای آخوندهای مانده و به صفوف مردم نپیوندند. با توجه به تمامی این پارامترها است که رژیم بر آن است که با سرکوب سریع و کشتار علنی و فوری مانع گسترش و ادامه اعتراضات گردد، زیرا به خوبی می‌دانند که اگر گربه اعتراضات مردم را سر ضرب و دم در حجله اوجگیری نکشد، این گربه خشمین به سرعت شیر خواهد شد با اشتهای بلعیدن کل نظام. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. از شما تشکر میکنم. سپاسگزارم جناب آقای فرخی. لطفاً اگر دوستان سوالی نقطه نظری دارن با علامت دست ما رو راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. خانم زهرا رهایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. تشکر، ممنون از آقای فرخی با سخنرانی عالیشون. من فقط خواستم یه نکته رو یادآوری کنم که توی سرکوب‌هایی که داره رژیم انجام میده از گاز اشکاورهایی استفاده می‌کنه که ساخت سال 2020 انگلیس هست و توی همون سال خود خامنه‌ای سخنرانی کرد که ما واکسن
انگلیسی و آمریکایی وارد نمی‌کنیم و چقدر به خاطر کرونا ما کشته دادیم به خاطر اینکه واکسن وارد نشد و الان دارن از گاز اشکاورهایی که سال 2020 توی انگلیس ساخته شده برای سرکوب معترضان استفاده میکنن. تشکر از وقتی که من دادیم. سپاسگزارم خانم رعای عزیز. جناب اشرفی در خدمتتون هستیم. مایک در اختیار شماست. مرسی، خسته نباشید. دوستان مطالب خیلی خوبی جمع‌آوری میشه، خوب صحبت میشه، خوب مطرح میشه، موضوعای خوب، اما نحوه گفتن همه روخانیه، یعنی همه فقط روخونی میکنی، یه کاغذ میگیرین جلوتون از روش میخونی. خانم رهایی با این همه صحبتای مفصلشون بعد دنبال این میگردن که کجا پیدا کنن مطلبشون. خب یا همین دوستمون آقای فرخی فقط از رو خوند. خب اگه قرار ما روخانی شما رو گوش بکنیم، خب اصلا همینو به عنوان مقاله بفرستید، یا برید بخونید. شما سخنرانی دارید میکنید، سخنرانی یعنی باید نگاه کنید به آدما، مطالبتون رو از بحر بگید، نه اینکه کلمات عین کلماتی که نوشته شده بیاید مطرح کنید. و این روش روش غلطیه. من از آقای حسن زاده از نمایندگی شما واقعا میخوام این کارو نکنید. اصلا انتشار این موضوع در سطح یوتیوب به نظر من غیر عادیه. اصلا شما همه یکی کاغذ میگیریم دست ما از روش میخونیم. خب مرسی، همون کاغذ رو بفرستید، بگیم فرض کن مسئول جلسه روخانی کنه به جای شما. من شاکیم واقعا. این یه موضوع. مطلب دوم، شما یک نمایندگی بزرگ کانون هستید، چرا باید 22 نفر توش باشن؟ دلیلش چیه؟ من 20 روز پیش دیدیم کلی افراد معترض شاکی که آقا چرا نمیریم تظاهرات، چرا تظاهرات نمی کنیم. بعد از 22 روز کلی اطلاعیه چاپ شده، کلی مطالب آماده کردیم در اختیار پخش گذاشتیم، ولی نه کسی رفته درخواست کرده بگه آقا من 10 دونه میخوام، نه کسی خواسته بره تظاهرات، در جلسات خودمونم کامل نمیان. ما الان به همت بخش پژوهش خانم بیژندی و آقای پرویزی همه روزه 6 بعد از ظهر جلسه داریم. 15 نفر 16 نفر ابتدا میان، بعدشم 2 نفر هم سر سیری مثلا میشه 20 نفر. پس این همه هیجان که ما خواهان حرکت با مردم هستیم، میخوایم در کنار مردم باشیم، کو؟ اگه میخوایم در کنار مردم باشیم، این جاهاست که بیاید حضور قوی داشته باشید، بحث بکنید، صحبت کنید، اظهار نظر کنید، اظهار وجود کنید، از مردمتون دفاع کنید، نه اینکه کاغذی بگیرید رو بخونید و خداحافظ برید. من واقعا دلگیرم. آقای حسن‌زاده خواهش میکنم روی این قضیه دقت کنید، هم شما هم معاونینتون حتما باید این قضیه رو رعایت کنید. من دیگه واقعا اگه بار دیگه همچین جوری باشه اجازه انتشار نمیدم. Yes. ممنون از شما جناب آقای شفایی. جناب آقای رجب زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، سپاسگزارم. و همونطور که آقای شفایی گفتن درست است. آقای شفایی، موضوع اصلی اینه که خود بنده شخصا توی بحران این اتفاقات قرار گرفتم. به عنوان مثال فشاره که الان لحاظ ذهنی بهمون وارد میشه کم نیست. ما مطالبی که مطالعه میکنیم یا اخباری که مربوط به انقلاب ایرانه که در حال به وقوع پیوستنه، خودش باعث میشه که کلن لحاظ ذهنیت ما درگیر بشیم. توی این مدت، توی این 20 روز خوردهی که شده، اتفاقی که افتاده، خود بنده تمام فکوسم اصلا حالا رو بحث مسائل ایران هستش و این اتفاقات در درون ما رو کلن ضعیف کرده. حالا از درون ما رو ضعیف کرد. ولی من خواستم که همینجا حالا در آخر بحث آزاد یه نقطه نظر دیگر رو عنوان کنم که من دو هفته پیش توی جلسه وارد شدم، متاسفانه چیزی رو شنیدم که خوشایند نبود، حالا از دید خودم، از دید دوستان رو نمیدونم، ولی این باعث میشه که اصلا تو جمع، کار جمعی خودش انسان ضعیف‌تر عمل کنه، به خاطر اینکه بعضی مسائل میشنوی
بعد یهو عقب میکشی. به عنوان مثال یکی از دوستان گفتش که بحث حالا اصلا اینجا حالا من تو بحث آزاد عنوان میکنم دوباره، بحث پرچمه که من اعتقاد دارم به پرچم جمهوری اسلامی. اگه ایشون اعتقاد داره به پرچم جمهوری اسلامی، اصلا چرا اروپا بود؟ تو اروپا قرار گرفته، چرا اومده آلمان و چرا اصلا داره برای این موضوع توی یک همچین کانونی داره کار گروهی انجام میده؟ بنده خود من آقای شفای گرامی، خود من 11 سال تاوان اینو دادم که خارج از کشورم، مسائل ایران رو با دل جون پذیرفتم و توی این مسئله حداقل یک موضوع شخصی عنوان شده دارم که جمهوری اسلامی با تمام مسائلش اصلا چیز پوچ و واهی هستش. درسته تونسته حکومت کنه 43 سال، ولی بنده موقعی موقعی مخالفت میکنم که حضور این حکومت برای ایران خطرسازه، برای مردم ایران خطرسازه. بله الان تمامش میکنم. بله مسئله اینجاست که بحث‌های موارد کوچیک و به قول خودمون ذهن پراکندگی رو نباید انجام بدیم. و من موقعی که نشیندم خودم دو هفته وارد جلسات نشدم به دلیل اینکه من وظیفه ندارم از جمهوری اسلامی حمایت کنم به هر دلیلی، حتی از پرچمش. ببخشید من میکروفون رو سپاسگزارم گذارم جناب آقای رجب زاده. آقای میلاد بفرمایید، ما در اختیار شماست. بله درود عزیزان، درود مجدد. یک نکته من اشاره کنم در مورد این دوستمون که حرف زدن. ما اگه بیایم مثل جمهوری اسلامی سرکوب کنیم یک نفر، آقا طرفدار جمهوری اسلامیه بیا توی گروه ما، ما باید پرسشگری کنیم، ما باید بفهمیم این شخص وقتی میاد از جمهوری اسلامی دفاع میکنه از چیش دفاع میکنه و چرا پا شده اومده اینجا. ما باید پرسشگری کنیم اینو، ما این شخص رو باید با پرسشگری، اگر خواست بیرون بره با پرسشگری بیرون بره، باید خودش فرار کنه، نه اینکه ما سانسورش کنیم، نه اینکه ما سرکوبش کنیم، همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه. و ببینیم دلیلش چیه. خیلی ها هستن با پول همون جمهوری اسلامی اومدن اینجا و وظیفه ماست توی یک جامعه آزاد زندگی میکنیم پرسشگری کنیم از اینا، ببینیم این منابعی که در اختیار اینا قرار میگیره، مال مردمه چجوری در اختیار اینا قرار میگیره و چجوری به راحتی میان. مثلا ما نگاه میکنیم جلوی سفارت های جمهوری اسلامی دارن، من اسم ایرانو به این فرقه تبهکار نمیچسبونم، مردم میرن تظاهرات میکنن، مردم سلامیز میرن اونا اونجا نظرات خودشونو میگن و از بسیاری از نمایندگان و وکلایی که هستن توی کشورهای مثل آلمان و کشورهای آزاد درخواست میکنن که این اشخاص نماینده گروه های تروریستی هستن، چرا باید اینجا اصلا نمایندگی داشته باشن؟ ما باید پرسشگری کنیم و از راه قانونی درخواست کنیم اینا رو از اینجا اخراج کنن، نه اینکه ما بگیم تو حرف نزن، شما حرف نزن اینجا. و در مورد شرکت در جلسات هم اینم بگم، دقیقا دوستمون درست میگفتن، واقعا آقای شفای من یک هفته اول تظاهرات و این انقلابی که شکل گرفته امروز اصلا زندگی عادی خودم نمیتونستم پیش ببرم، سر کار میرفتم فکرم مشغول بود، مثلا میگفتن اگه میخوای مرخصی برو یا میخوای، نمیتونستم اون تمرکز لازم رو توی کارم داشته باشم. و الانم خیلی از دوستان هستن مثلا توی تظاهرات میرم، من خودم برای هفته قبل تو تظاهرات شرکت کردم و نتونستم توی جلسات بیام، این موضوع هم هست. من در خدمت سپاسگزارم جناب میلان. لطفا دوستان اگر که نقطه نظری دارن بفرمایید، در غیر این صورت بله جناب آقای فروخی ما در اختیار شماست، بفرمایید. بله بخشید دست های شفایی هم بالا بود. بله خب من بله موافقم با آقای شفای، صحبتاشون خیلی چون باش برخوردم دارم اینو میگم، من اینو بگم چون یه زمانی میرسه که شما باید همین این صحبت ها رو باید از حفظ و اطلاعات دربارش داشته باشید که بتونید جای دیگه حالا اونو بیان کرد، یعنی اینو موافقم چون بهش برخوردم و برام پیش اومده. بله باید مطالعه کرد، نمیگم کلن خط به خط، حداقل چکیده از اونو تو ذهنمون
بسپاریم. بله اینو من موافقم، چون این باید یه جای اینو مطرح کرد، کسی که سخنرانی رو میخواد جایی بتونه جای دیگه غیر از کاغذ بخواد اینو اعلام کنه، باید قشنگ، حالا نه که کامل به عنوان خط به خط و کلمه به کلمه، باید اونو به عنوان یه خلاصه‌ای حداقل تو ذهن داشته باشه و بتونه بدون به عنوان یه داستان، حالا نمیگم، قشنگ اونو بگه. ممنونم و بله منم موافقم و این امیدواریم توی جلسه های بعد بتونیم خیلی بهتر و واضح‌تر این مسئله رو بیان کنیم، این سخنرانی‌ها رو یه جوری خیلی روون به صورت یه تعریف بگیم نه کتابی. ممنونم. سپاسگزارم جناب فراخی. آقای شفایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. من یه مطلبی رو همیشه میگم دوستان، با قهر کردن به هیچ جا نمیرسیم. هر وقت از یه موضوع دلخور شدیم، عقب نشینی کردیم، در واقع اون اعتقادمون رو از دست دادیم. یعنی اگر یه کسی اومده یه حرکتی کرده و شما بهتون برخورده، شما میتونید جوابشو بدید، تموم شد. قهر کردن، عقب نشینی کردن، رفتن، همین بلایی که سرمون تا الان اومده میاد. ما مدعی هستیم، وقتی فعال حقوق بشریم حق طلب هستیم، دادخواهیم. کسی که دادخواهه، حرفی که مطابق میلش هم نیست، نه اینکه با توهین و ارعاب و تو چرا اینو آوردی و فلان فلان این پرچم و اینا، نه، ما معتقد به این نیستیم و شما صلاح نیست مثلا اینو اعلام بکنیم. اگر هم اعتقاد داری، برای قلبت اعتقاد داشته باش، همونطوری که هیچ کدوم ماها هیچ وقت نمیان بگیم این پرچم ماست اون پرچم ما نیست، چون اینا مسائل شخصی، یا این دین ماست اون دین ما نیست، این روش حکومتی منه این روش حکومتی منه، اینا مال ما نیست. اینا ما فعال حقوق بشر هستیم، کسانی که کار حقوق بشر میکنن ذهنشون باید بازتر از اینا باشه. اگر همچه حرکتی هم شد حتما عقب نشینی نکنیم. یک. دوم، در رابطه به اینکه این مشغله ها و این نگرانی ها وجود داره، الان هممون بیخوابیم، هممون درگیریم، شک ندارم کسی امکان نداره الان در این لحظه آرامش داشته باشه، اما یادمون باشه در ایران 24 ساعت دارن کار میکنن و این ما هستیم که در آرامشیم ولی کار نمیکنیم 24 ساعت. این فرق ماست با فرق محیطی که الان در ایران زیر توپه، زیر تیره، زیر چماغه، زیر دستگیری، شکنجه، مرگ، همه اینا هست. اما دائم میان، حالا اشکال مختلف. خب ما هم باید حضور داشته باشیم، ما هم بایستی ذهنمون رو حرکت بدیم، ما هم بایستی کمک کنیم به این. الان همین امروز صبح تظاهراتی در تورنتو بوده به خاطر مسئله دیروز دیشب، در واقع برای مسئله زندان اوین. آقا 3-4 هزار تا آدم بودن تو خیابون. همین دیشب ساعت 12 در برلین و در فرانکفورت مردم جمع شدن. خب اینا یه ارزشه، نه اینکه بگم غیر عادیه، واقعا غیر عادیه، ولی 12 شب اعلام کردن مجوز گرفتیم بیاین برلین دم وزارت امور خارجه، یا بیاین فرانکفورت در فلان نقطه. خب پس حرکت من و تو کجاست؟ حالا ما که نمیگیم آقا 12 شب پاشید برید مثلا در فلان نقطه یا شهر دوره، آقا یه جلسه است، بیاین حاضر شین. الان 21 نفر تو این جلسه هم. 100 تا اسمه. من خوب نمیدونم، ببخشید. سپاس از شما جناب آقای شفایی بزرگوار. همه ما میدونیم قانون اساسی بر چه میزانی نوشته شده، اسنادی موجود هست که این قانون اساسی کپی برداری شده از قانون کشور فرانسه، تغییر در اون به وجود آوردن، مطابقت دادن با قوانین اسلام و طبق قوانین اسلام هم کمترین حقوق در جایگاه اجتماعی به بانوان داده نشده. در همین رابطه دعوت میکنم از سرکار خانم رقیه فرزانه با موضوع حقوق و جایگاه زن در قانون اساسی. خانم فرزانه اگر که
آماده هستید لطفاً با علامت دست ما رو همراهی کنید. خانم فرزانه بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام و درود و وقت بخیر به همه حاضران در جلسه دارم. ممنونم که به بنده هم اجازه سخنرانی دادید و یه تایم هست که من هم یه سری هایی از صحبت های علیه زنانی که رایج در جمهوری اسلامی در ایران گفتگو کنم. سخنرانی بنده سعی بر این داره که گوشه ای از چالش های بانوان سرزمینی به نام ایران رو مطرح کنه. ایرانی که چندین ده است گرفتار سیستم دیکتاتوری و یا بهتر است بگویم جنایتکارانه اداره میشه. حکومت جمهوری اسلامی در ایران که خود را صاحب انقلابی میدونه که سال 57 اتفاق افتاد، انقلابی که زنان نقش بسیاری درش داشتن، اما غافل از این که گرفتار سیستمی پیچیده و منحوس شدن. زنان در تمامی عرصه ها نقش آفرینی کردن. یه نگاه کوتاهی میندازم به مقدمه قانون اساسی که میگه زن باید ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری. یه سوال اینجا برام پیش میاد، مگه زنهای قبل از انقلاب مادر نمی شدن؟ مگه مادری نمی کردن که این آقای قانونگذار یا آقایون قانونگذار میگن ضمن بازیافتنه؟ یعنی انگار که زنهای ایرانی قبلا نه مادر می شدن نه مادرای خوبی بودن. پس اگر اینجوریه که میگن این بچه هایی که اومدن سال 57 انقلاب کردن و انقلاب رو سر سامون دادن، یعنی اینا خیلی بد تربیت شدن که یه همچین کاری کردن. زنان در حکومت جمهوری اسلامی تنها نقش کالای جنسی دارن. فتواهای اخیر که درباره مفسدین حکومت و ملاهای هرزه که اکثرا هم رسانه ای میشن، همگی بر فرزند داوری زنان تأکید دارن. اما دختران باید بخوانند، بدانند و آگاه باشند. این حکومت به ظاهر مسلمان و از درون مستهجن هیچگاه دغدغه عفت دختران و زنان را نداشته که بخواهد نقش مادری را مرتب گوشزد کند. دختران خود مادری کردن را بلدند و اگر حکومت زن ستیز امتیاز آنان را نگیرد، آنان بسیار موفق‌تر خواهند بود. مادر واژه مقدسی است. گمان نمی کنم جمهوری اسلامی در ایران معنای آن را بداند که اینقدر تأکید بر فرزند آوری کنه. فرزندی زاده شود که توسط خودشان کشته شود، چه فایده؟ اگر جایگزین جایگاه زن را می دانند، پس چطور این همه سلب امتیاز، تجاوز، قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افته و در زندان سیاسی تعرض صورت می‌گیره؟ اگر واژه دختر، زن، مادر رو می‌فهمید، هرگز ما رو سینه سوخته نمی‌کرد. پس هرگز ما جایگاه زن رو نمی‌دونه، نه حفظش می‌کنه. حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه بویی از دیانت و انسانیت نبرده، چرا که انسانیت را زیر پا گذاشته. مردانی که تربیت شده دست زنان هستند توسط همان مردان و به وسیله همان مردان دچار توهین قرار می گیرن. اینها همگی آثار حکومت جمهوری اسلامی در ایران است که این گونه عقاید و افکار را در ذهن و روح مردم گماشته و آنقدر قوانین مختلف و بی‌عدالتی وجود دارد که اخیراً شاهد جنایات زیادی هستیم، به خصوص سست بودن قانون در قتل‌های ناموسی یا همین قتلی که به دست جمهوری اسلامی رقم می‌خوره. حکومت جمهوری اسلامی در ایران خیلی وقت فاسد شده و بوی تعفنش واکنش کشورهای مقابل رو در پی داشته. البته تنها از لحاظ الفاظی که ناموس خوانده میشه، بسنده نکرده
همگی رو به شکل قانون در آورده و هر گونه سرپیچی از آن را خلاف قانون و مقررات دونسته. قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنها را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می‌داره. احقاق حقوق زنان در چارچوب خانواده میبایست محقق گردد. زن موجودی است که تنها در خانواده معنا پیدا کنه. در اصل به زن مثل یک ماشین نگاه کردن که باید در خدمت ایدئولوژی برای حکومت باشه و اون رو غنی کنه. چون قانونگذار علاوه بر مکتبی بودن زن، تأکید بر پرورش انسانهای مکتبی در دامان زنان توصیه کرده. یه زن اگر واقعا بخواد مطابق این قانون و مقدمه این قانون اساسی در ایران حیات اجتماعی، خانوادگی یا هر چیزی داشته باشه، نه فقط خودش باید حزب الله یا ایدئولوژیک باشه، بلکه باید انسانهای ایدئولوژیک و حزب اللهی هم تربیت و تکثیر کند. تحت اصل دو قانون اساسی در جمهوری اسلامی در بند 6 قسمت جیم گفته شده نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همبستگی ملی را تأمین می کند که در حال حاضر همون جور که مطلعیم از اوضاع ایران. چگونه ستمگری و کشت و کشتار و سلطه‌گری بر مردم که برای حق و دادخواهی به خیابون اومدن و فریاد می زنن. به دخترانمون تجاوز می کنن به وحشتناکترین حالت ممکن. دخترهایمان را، جوانهایمان را قتل عام می کنن و به راحتی ظلم می کنن. برای اینکه ثابت کنن مهسایی را نکشتن، صدها مهسا را می کشن. بی‌عدالتی رو رواج دادن. جوانان عزیزمون رو به راحتی با بی‌عدالتی تمام به آغوش مرگ می‌فرستن. طبق بند 14 اصل 3 قانون اساسی، دولت موظف است به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد که در خصوص برابری حقوق زن و مرد تصریحی به طور عام ندارد. درسته که میگن تأمین همه جانبه افراد از زن و مرد، اما این فقط بیانگر مسئولیت دولت در برابر احقاق حقوق شهروندانشه. ولی قید برابری درش مشخص نیست. در قسمت بعدی این بند نوشته تساوی در برابر قانون، که به هیچ وجهی در برگیرنده تساوی حقوق زن و مرد نیست. بلکه نشان از این میدونه که زن و مرد یکسان میتونن در صورتی که از چیزی شاکی هم یا ادعای داشته باشن برن دادگاه. یعنی میشه گفت حق یکسانی برای دادخواهی برای زن و مرد به رسمیت شناخته شده. ولی هیچ کجا نگفته که مثلا زن و مرد در موارد مشابه از حقوق برابر با یکدیگر بهره مند میشن. که اینجوری میشه برابر. ولی این مطلبی که نوشته شده میشه تبعیض در حقوق و تساوی در طرح ادعا و دادخواهی. طبق اصل 10 قانون اساسی، از آنجا که خانواده واحدی بنیادی در جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در حالی که حقوق مجموعه از قوانین و قوانین ضمانت اجرا داره و در حالی که اخلاق با توصیه و نصیحت هستش و اصلا ضمانت اجرایی براش وجود نداره، چرا اومده اخلاق و حقوق رو قاطی کرده؟ این دائما حکومت میخواد نصیحت بکنه به مردان که بله با زنانتون خیلی خوب برخورد کنید، و از اون طرف در قوانین جزایی مدنیش خودش خشونت بر ضد زنان و بر علیه زنان رو دستور داده، یا قتل فرزند رو در مواردی با اغمازگری بهش نگاه کرده.
به طور مثال برمیگردم به ماجرای کشته شدن رومینا اشرفی، دختر 13 ساله‌ای که به دست پدرش کشته شد. و اینکه در مورد قداست باید بگیم چرا قداست؟ نرخ طلاق، فحشا، نرخ روابط خارج از ازدواج، نرخ جرم و جنایت و روند افزایش در زنان و مردان و بچه‌ها رو نگاه کنه. خود جمهوری اسلامی از این موضوع چه بهره‌ای برده؟ و اصل 20 قانون اساسی در جمهوری اسلامی که گفته میشه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارن، برخورد میکنن با موازین اسلامی. نمیدونیم چیه؟ واقعا چیه موازین اسلامی؟ قانون هم هیچ کجایی ازش تعریف نکرده. این موازین اسلامی هم هر آخوند و ملا و روحانی هم ممکنه یه جوری تعریف و تفسیرش کنم. یه نگاهی بکنم به شرح و خطبه 80 توی نهج البلاغه، مختصر میگمش. حضرت علی در این خطبه علناً زن رو نکوهش میکنه. ایشان میگه ای مردم، زنان ایمان ناقص، بهره‌مندی هایشان ناقص، عقل هایشان ناقص است. از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب حذر کنید. جمهوری اسلامی بر حسب این قاعده و قانون داره پیش میره؟ بر اساس این اصل برابری، زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرات مطرح شده. هرچند انتظار میرفت پس از 4 در این موضوع محقق بشه، زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه میشود، اما در عمل چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. و طبق اصل 21 دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. خب این یعنی چی؟ رشد شخصیت زن با زدن، شکنجه کردن، با زور و با الفاظ رکیک، تحقیر کردن، توهین کردن به زنان، با اینا نشون میدم؟ جز تضاد و دروغ در حرف و عمل جمهوری اسلامی چیز دیگه ای میبینید؟ چیز دیگه ای میشنوید؟ به خاطر اینکه زن حقش رو از آزاد بودنش، از محترم شمردنش، از جامعه میخواد. در قسمت 5 همین فصل گفته شده در مورد اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، یعنی مادر هیچی نیست این وسط. حالا خیلی لطف کردن ولی شرعیش میکن. در صورت نبودن ولی شرعی یعنی پدر، پدر بزرگ، هر دو دیوانه بشن یا هر دو فوت کرده بشن. شاید دادگاه قیمومیت رو بده به مادر. تازه میگه مادر شایسته. خودش کلی مسئله است. کلن تبعیض و بی ارزش قرار دادن زن بارزه. بنابراین جمهوری اسلامی همچنان خشونت بر ضد زنان تشدید و ترویج خشونت رو ادامه میده. ممنونم که به صحبت‌های بنده گوش دادید. امیدوارم که وقتتون رو زیادی نگرفته باشم. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از شما خانم فرزانه عزیز. لطفاً دوستان اگر که نقطه نظری یا صحبتی دارن میتونن مشارکت کنن. آقای میلاد بفرمایید. ممنون از شما که دوباره مایک رو به من دادیم. در مورد حقوق زنان در قانون اساسی که هر جا که میبینی رعایت حقوق زنان بر اساس موازین اسلام هست، نگاه میکنیم به موازین اسلامی، شما تو قرآن رو نگاه میکنید، مثلا سوره
223 آیه بقره، آیه 223 سوره بقره نوشته زنان که زنان کشتار شما هستند و هر کجا خواستین به کشتار خود درآیین، و این نشان میده که اسلام چجور حقوقی برای زنان در نظر گرفته، یا همون خطبه نهج البلاغه که میگه بانو فرزانن بهش اشاره کردن، نگاه میکنید که ناقص العقل خطاب میکنه به آقای حضرت علی. و در این مورد هم اشاره کنم، بعضی هم میگن بهشت زیر پای مادران است. دقیقا این به این اشاره میکنه که یعنی زیر پای دختر رو نمیدونم، کسی که مادر نشده نیست، زیر پای فقط مادرانی، یعنی کسی که تولید مثل میکنه براشون، و از حقوق زن اینا اینو به زنان دادن و حجاب و روسری و توسری و کرمش هم داره جمهوری اسلامی اجرا میکنه و نمونه های حکومت اسلامی دیگه مثل طالبان و داعش و به شدیدترین نوع، و در جمهوری اسلامی که دیدیم بانو جین آیمینیو به خاطر همین کشتن، به خاطر یک حجابی که خودشون هم دیدن که حجاب نامناسبی از دید خودشون هم نبود، ولی با یک ضربه مولک جانش رو ازش گرفتن. این حقوق زنان. من در خدمتم. سپاسگزارم از شما جناب آقای میلاد. جناب آقای رجب زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، سپاسگزارم که میکروفون در اختیار من گذاشتید و از همینجا تشکر میکنم از بانو فرزانه گرامی. بسیار پرمحتوا بود سخنرانی ایشون. من میخواستم یه نقطه نظری رو اضافه کنم که ببینید بنیاد شکلی یه سری قوانین همش به جامعه بستگی داره. خب هممون اینو میدونیم. ما در مورد جامعه صحبت میکنیم که سالها همه مسائل اجتماعی رو نقض کرده، یعنی حکومتی که تمام قوانین مسائلش بر اساس قوانین 1400 ساله پیش قرون وسطایی هستش. این به کنار، خب این موضوع اصلا کلن خودش نقض حقوق شهروندی در قرن 21 هستش، به دلایل نبود قوانین جدید و به دلایل نبود آزادی های شخصیتی و بینشی که در کل دنیا الان به سبکی داره میره که همه چی نوین داره میشه. ما این مسئله رو با هم دیگه باید در یه تراز قرار ندیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کلن از لحاظ سیستمی بایکود هستش، از لحاظ ژنتیک، از لحاظ موضوع زن و مرد. ببینید الان دنیا ثابت کرده که مغز مردها به چه شکل هستش، مغز زنها به چه شکل هستش. تو طبیعت زنها قوی تر از مردها هستن، لحاظ طبیعی، لحاظ طبیعت، لحاظ ژنتیک، لحاظ ساختاری. جنس زن کلا ساختارش قوی تر از مردها هستش و این موضوع ثابت شده توی طبیعت به دلایل اینکه یک شخصی رو به دنیا میاره. عمل سیستم بدن زن ساختاری اینه که بیشترین درد رو تحمل کنه، در ساختارش این موجودیت وجود داره. لحاظ ساختار مغزی هم تشکیلات ذهن خانم‌ها به هم دیگه وصله، کل سلول شکل مغز به هم دیگه وصله، ولی در جنس مرد مکعب مغز مرد قسمت بندی شده هستش. این موضوع توی دنیا الان باز شده و دارن در موردش تحلیل میکنن. متاسفانه ما توی سیستم ایران شکلی و اون مسائل رو نمیتونیم باز کنیم، به دلایل اینه که جمهوری اسلامی این ساختار رو بسته که مردم آگاهی نداشته باشن. ببینید من به نحوه بارزش به شما میگم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هستش و داره حکومت میکنه بر ایران، هیچ کدوم از مردم ایران آگاهی درست رو دریافت نمیکنه. بازم سپاسگزارم، تو بحث آزاد در موردش بیشتر صحبت کنید. ببخشید من سپاسگزارم جناب آقای رجب زاده. اگر دوستان سوالی ندارن، نقطه نظری ندارن، برسیم به بحث آزادمون. سپاسگزارم از تمام همکاران عزیز. طبق روال میرسیم به بحث شاید تلخ و شاید شیرین آزادمون.
بحث آزاد امروز ما حق تظاهرات روز جهانی بدون خشونت هستش. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تجمع و راهپیمایی حق شهروندان و آزاد هستش. فقط دو شرط داره: افراد اسلحه نداشته باشند و خلاف مبانی اسلام رفتار نکنند، که هیچ کدوم از این مسائل در تجمعات اخیر متاسفانه وجود نداشته. اما قانون دیگری برای محدود کردن قانون اساسی وجود داره که از اون به عنوان قانون عادی یاد میشه، که نعمت احمدی وکیل دادگستری به آن اشاره میکند و میگوید یک قانون عادی ایجاد کردن که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده که در تاریخ قانونگذاری دنیا بی سابقه هستش، که باید وزارت کشور مجوز صادر کنه و که البته در این 43 سال هرگز مجوزی صادر نکردن. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمیشه و با آنها برخورد میکنن. برخورد با تجمعات به خلاف قانون اساسی هستش. اگر کسی سراغ داره که یه تجمع اعتراضی بدون حضور لباس شخصی ها، اطلاعاتی ها طبق برنامه انجام شده، لطفاً به ما بگه. و این هم یه مسئله هست که از دستی پوشیده نیست. دخالت و کنترل غیر محسوس تجمعات داخل ایران، به طور مثال تجمعات فرهنگی، کارگری، بهشون اجازه داده نمیشد و مردم هیچ تریبونی برای ابراز عقیده و حتی اعلام اعتراضاتشون نداشتن. و من اینجا یه سوال مطرح میکنم، اگر همکاران جوابی بدن ممنون میشم. چجوری میشه ما یه نتیجه خوبی از این اعتراضات و تجمعات داخل ایران بگیریم؟ لطفاً ما رو در این بحث یاری کنید، ممنون میشم. جناب آقای حسن‌زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر شما، صدای بنده هست؟ بله جناب آقای حسن‌زاده، صداتون رو دارید. خیلی ممنون از انتخاب این بحث. خانم فرایی، خسته نباشی میگم بهتون. ببینید، وزارت کشور یک قوانینی داره تو هر کشوری و یک نیروهایی هم تحت اختیار وزارت کشور یه سری مسائل رو پیگیری میکنن. یکی از مسائلی که پیگیری میشه همین تجمعات درون هر کشوری. ما تو کشورهای آلمان، فرانسه، خود ایران قانون اساسی داریم. طبق قوانین اساسی تجمعات آزاده، اما به نسبت قوانین پایه‌ای هر کشور اون قانون تجمعات اون کشور متفاوت هست. مثلا ایران، خودتون همین الان یکی از دوستان سخنرانی کرد، گفت که با موازین اسلامی اومده مشترکش کرده. تو ایران هم یه قانونی داریم که تجمع میتونه صورت بگیره در صورتی که مجوز از وزارت کشور داشته باشه و حمل اسلحه وجود نداشته باشه بین تجمع کنندگان و خارج از موازین اسلام هم نباشه. خب کار اینجا سخت میشه که چه کسی میتونه این تجمعات رو داخل موازین اسلام یا خارج از موازین اسلام قضاوت کنه. این تجمع کارگران هفت‌تپه یا تجمع صنف فرهنگیان در تهران جلوی مجلس شورای اسلامی نه اسلحه داشتن نه این مغایرتی داشت با موازین اسلامی، ولی یه سری لباس شخصی ها، خب سندش هست، حتی کسانی هم که توی اون تجمعات شرکت کردن الان تو خاک آلمان به عنوان پناهنده اومدن، وارد شدن و در آن زندگیشون رو میکنن. صحبت شد، گفتن که لباس شخصی ها به ما فشار وارد میکردن که زودتر از موعدی که لازمه شما صنفتون رو جمع کنید، یا اگر کسی قرار شعاری بده شعارها از قبل با اینا برنامه ریزی بشه. میگفت حتی حق نداشتیم موقعی که ازش پرسیم شما کی هستی، لباس شخصی دارین، حتی کارتش هم به ما نشون نداده. توی جمهوری اسلامی، توی سیستم جمهوری اسلامی به هیچ عنوان صدای من دارین؟
توی سیستم جمهوری اسلامی ایران الان به هیچ عنوان، خب قبلا هم همین جوری بوده، اصلا معنی نداشته که شما مجوزی از وزارت کشور بگیرید و این دور از ذهن هست که بخواد دیگه فایده ای نداره، چون آب از سر مردم گذشته، مردم موقعی که میبینند خواستشون برآورده نمیشه مجبورن به زور متوسل بشن، نه به زور اسلحه منظورمه، به زوری که خودشون فراخوان بزنن، خودشون وارده، موقع میبینن هیچ قانونی خود سیستم مسئولین جمهوری اسلامی رعایت نمی کنن، خب مسلماً مردم هم این اعتماد به نفس به خودشون میدن و میبینن که از هم دعوت کنن توی یه تجمع اعتراضی توی حالا شهرها و روستاهای دیگه‌ای که هست شرکت کنن، همین. و من فکر نمی کنم اصلاحاتی دیگه به درد این نظام فرسوده بخوره و امیدوارم که نتیجه بده اعتراضات مردم و ما الکی خون این نوجوانا و کودکا روی زمین ندیده باشیم. مرسی. سپاسگزارم جناب آقای حسن‌زاده از مشارکت شما. بقیه دوستان اگر که نقطه نظری دارن بفرمایید، ممنون میشم. جناب آقای میلاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. درود بر شما. توی تظاهرات اخیر آقای اژه‌ای اومدن گفتن که کسی نقطه نظری حرفی داره بیاد حرف بزنه و ما مایلیم پاسخگو باشیم و در حد چارچوب قوانین، و از این طرف دیگه هم اومدن گفتن که آره تظاهرات قانونیه و این حق رو مردم دارن بیان تظاهرات کنن و بهشون مجوز داده بشه. الان که همه ما میبینیم رو به یک انقلاب بزرگ میریم و پایان عمرشونه، تازه به فکر این افتادن که یک مجوزی صادر کنن و این خیلی خنده‌دار هست. 43 ساله به هیچ کسی، به هیچ گروهی، به هیچ نهادی غیر خودشون مجوز ندادن. مثلا شما نگاه میکنید برای راهپیمایی‌های خودشون مثل 22 بهمن و فلان و فلان مجوز به راحتی صادر میشه، حتی به قول دوستان عزیز کیک و ساندیسش هم بهشون میدن و میخورن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی متاسفانه برای مردم عادی هیچ مجوزی نه صادر میشه و از اون ورم مردم تحت فشار مثل کارگران هفت‌تپه، مثل همین اعتراض به کشته شدن خانم ژینا امینی صورت میگیره با گاز اشک‌آور و گلوله و اینا جواب هستن. دیگه مشخص نیست اینا تازه چرا به این فکر افتادن و این همون انقلابیه که داره صورت میگیره و اینا از ترس همون انقلاب دارن همین کارو. روشن می وقتی من در خدمتم. این چیز دست این کلاه داشته پس گذارم بگیرم مرا نه جناب آقای رجب‌زاده بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ببخشید من مزاحم میشم، لطفاً یکی از ادمین ها توی قسمت میوت آل کنه همه رو، چون میکروفون همه متاسفانه بازه و همه دسترسی به باز کردن میکروفون. جناب آقای حسن‌زاده مایک در اختیار شماست، بفرمایید. لطف کنید ادمین های محترم میکروفون ها رو در نظر داشته باشن، یه نفر توی لیست اسامی ببینه کی میکروفونش بازه، اون میکروفون ها صدای غیر از صدای جلسه میاد. ممنونم. آقای حسن‌زاده مایک همه بسته است، الان کسی باز نیست. جناب رضا‌زاده بفرمایید، مایک در اختیار شما. بله سپاسگزارم. در ادامه صحبت‌های دوستان که کامل واضح بود و آقای حسن‌زاده کاملاً لحاظ قوانین موجود در ایران توضیح دادن، یه سری مسائل رو من می‌خواستم به این مطلب اشاره کنم که ما قوانین درستی نداریم که پشتیبان مردم ایران باشه. یعنی ما قوانینی داریم در ایران که پشتیبان حامیان رژیم هستش و متاسفانه تو موارد مختلف دیدیم که اکثر
اعتراضات مردمی که هم از اعتراضات کارگران، معلمان و اقشار مختلف جامعه بوده، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدن این بزرگواران و حمایتی هم نشد. دلیل این اتفاقاتی هم که صورت گرفته، انقلابی که در حال به وجود پیوستن، دلیلش این فشارهای چندین سال است که به مردم وارد شد و این قوانین ضد بشری که به مردم تحمیل شد. ببینید، ما تنها موضوعی که الان مونده گذر از جمهوری اسلامیه و برای این گذر همدلی و همیاری همدیگر رو لازم داریم، در کنار هم بودن. خب مخالفین رژیم کم هم نیستن، خیلی زیاد هستن، متاسفانه تو بخش‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، هر کدومشون هم به صورت‌های مختلف، حالا اهم از سیاسی، حقوق بشری. ولی ما موضوع اصلی که الان باید مطرح بشه برای گذر از این رژیم و برای آینده بهتر ایران و ایرانی، از دید بنده اینه که این دوستان و این بزرگوارانی که توی حیطه اپوزیسیون، توی حیطه حقوق بشری در حال فعالیت هستن، باید به یه میز گرد فراخوان داده بشن و یک هماهنگی لازم رو برای اجراییات بعد از گذار جمهوری اسلامی به سرانجام برسونن. حالا از دوستان میخوام که در رابطه با این موضوع هم نظرات شخصی خودشون بدم. من میکروفون رو رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای رجب‌زاده. جناب آقای انصاری نژاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان گرامی و تشکر از تمامی سخنرانان جلسه و همه عوامل شرکت کننده در این جلسه. یه مسئله رو من میخواستم مطرح کنم و اون این بود که به واسطه این که هدف کانون اطلاع رسانی و افشاگری هست، یه توضیح کوچیک رو خدمتتون عرض کنم در خصوص اینی که بسیاری از دوستان میفرماد که قوانین جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی خب به ذات خوب هست، ولی چون که منوط شده به قوانین مذهبی و قوانین اسلامی، در حقیقت برای خودش یک محدوده مشخص کرده و نافی خود قانون شده. یعنی اگر گفته اصل 27 حق اعتراض، چون گفته بر پایه مبادی دینی و از اون ور مجوز وزارت کشور، خب خودش نافی خودش شد. یعنی عملا اعتراضی وجود نداره، حق اعتراضی وجود نداره. ببینید، از دیدگاه تاریخی اگه بخوام بررسی کنیم، من یه اطلاع رسانی خیلی کوچیک رو خدمت دوستان عرض کنم، دوستان خودشون میتونن برن مطالعه بفرمایید. این حق اینی که این رو به اسلام نسبت میدن، من در وهله اول بگم که خودم اصلا بی دین هستم، یعنی نه دینی رو پذیرفتم و نه به هیچ دینی توهین میکنم و به عقاید همه هم احترام میذارم. الان منظورم نفی یه دین یا اثبات یه دین دیگه نه، فقط دارم یه واقعی تاریخی رو میگم که اتفاق افتاده و دوستان بهتره که بدونن و مخاطبین ما هم بدونن، خودشون هم میتونن برن مطالعه کنن. ما در خود صدر اسلام هم بحث اعتراض رو داشتیم، یعنی حالا از زمانی که خود محمد به وجود اومد، حالا اون دینش رو حالا اومد ظاهرا گفت من این دین رو حالا به این وحی شده، هر چیزی تو بحثش نمیریم، بعد از فوتش 4 خلیفه به خلافت رسیدن، در زمان عثمان اعتراض شکل، در زمان خود محمد اعتراضای زیادی شکل گرفت که خب پاسخگو بودن، به هر حال اصلا نمیگفتن کسی حق اعتراض نداره. در زمان عثمان هم عثمان اومد و معذرت خواهی کرد بابت یک سری قضایا، اینا توی خود تاریخ صدر اسلام نوشته شده. اولین سرکوب اعتراض رو ما در زمان خلافت علی میبینیم که دیگه از اون به بعد شروع شد، یعنی بعدش دیگه با واقعه عاشورا و موروثی شدن حکومت امامان از بعد از علی شروع شد. یعنی خود دین هم همچین چیزی در خود دین اسلام هم که اینها دارن سنگش رو به سینه میزنن وجود نداشته، مخالفت با اعتراض وجود نداشته که اینا میگن به واسطه قوانین مذهبی، تاریخ این رو داره میگه. اونها هم به خاطر عذرخواهی میکنم، یه جمع بندی کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. حالا من توی نوبت بعدی که نوبتم شد انشاءالله بقیه سخنانمو خدمتتون میرسونم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. جناب آقای میلاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنون. من در اشاره‌ای که دوستمون فرمودن در صدر اسلام اعتراض وجود داشته این چیزا، یه چیزیه که توی کتاب خودشون قرآن نوشته، مثلا توی سوره محمد آیه 4ش که می‌بینی میگه هر کجا کافران را دیدی، کافر یعنی کسی که مخالفشونه دیگه و این دین اینا رو نپذیرفته، گردنشو بزنید. و فکر نکنم اجازه تظاهراتی، اجازه اعتراضی مثلا داده شده. یک خانومی به اسم مروان بنت، نمیدونم الان اسمش یادم نیست، ایشون یک شاعری هستن و با شعر اعتراض میکنن به این دین، به آقای محمد و همونو ترور میکنن. در مورد عقاید و احترام و این چیزا، هر کسی میخواد دین شخصی خودش رو داشته باشه، مشکلی نیست، توی خونه خودش داشته باشه، توی مسجدش، توی کلیساش، اون مشکلی نیست. ولی عقاید همه قابل احترام نیست. یک شخص داعشی عقیده داره که گردن من کافر رو بزنه، من چجور به این عقیده احترام بذارم؟ و فکر نکنم اجازه اعتراض در صدر اسلام داده شده باشه طبق کتاب خودشون. من در خدمت. سپاسگزارم از شما جناب آقای میلاد. لطفاً دوستان دیگه اگر نقطه نظری دارن ممنون میشم با علامت دست ما رو همراهی کنن. جناب آقای شفایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. جناب آقای عربی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خسته نباشید میگم به دوستان. فقط این که میدونم میتونم بگم که جمهوری اسلامی کلن با اعتراض، تجمع، مخصوصا اگه بر علیهش باشه، بر علیه نظام باشه، مشکل داره. مردمی که میرن تظاهرات میکنن، راهپیمایی میکنن، اونا رو اغتشاشگر مینامه، با اونا برخورد میکنه، اگه سنگ پرت کنن باهاشون برخورد میکنه، ولی خب اینو در نظر نمیره که اونا دارن با سلاح گرم یه جورایی با مردم برخورد میکنن، گاز اشکاور میزنن. یا افرادی هستن که تجمع میکنن مثل وکلا، که خب اونم فقط به اعتراضات، با خاطر اعتراضات تجمع کرده بودن، جایی جمع شده بودن، شعار میدادن، با اونها هم برخورد میکنه. کلن مشکلش با این که کسی نباید در مورد نظام یا در مورد رهبر صحبت کنه یا بخواد براندازی کنه این نظامو. ممنونم از اینکه وقت به من دادید. سپاسگزارم جناب آقای عربی. جناب آقای رجب زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله سپاس. من در ادامه صحبت دوست عزیزمون، ببینید در صدر اسلام اگه بخوایم نگاش کنیم قضایه بود، نوع زندگی کردن تو دوران عشایری و قبیله‌ای بوده که خب به مراتب زندگی گذران زندگیشون بر اساس موقعیت جغرافیشون گسترش جنگ کردن بوده، در رابطه با حمله به کشورهای دیگه بوده که امرار معاش میکردن و یک سری کشاورزی داشتن که تو محدوده جغرافیایی خودشون انجام میدادن. زمانی که خب به هر حال این شخص محمد میاد روی کار و دین اسلام رو میخواد گسترش بده، خب این موضوعات که اون موقع در حال گسترش بوده، اهم از اعتقادات شخصی، مذهب و غیره و زاله، محمد میاد از حیطه موارد کسایی که در کنارش بودن، اهم از ابوبکر و کسایی دیگه که میتونستن بهش مشاوره بدن برای گسترش این ایدئولوژی که ساخته بوده بر اساس حالا دین اسلام که نام میبریم، اینو میاد بر اساس قوانینی که خودش دوست داره و قوانینی که دور و برش بهش القا میکنن و میاد اجرایی میکنه برای کشورهای همسایه خودش و وارد جنگ میکنه. ببینید این موضوع خودش نقض حقوق بشر تو اون موقع بوده، ولی خب نوع بینش و دانششون به اون حد نرسیده بوده که مثل الان ما که تو قرن 21 ما میتونیم تحلیل کنیم، رسانه هست، هزار تا موارد دیگه هستش که ما میتونیم به دنیا آموزش بدیم که نحوه زندگی درست چطوری هستش.
ولی تو اون زمان مسئله که من کامو با کنم جمع بندی کنم، اصلا ما همچین مواردی رو نداشتیم. اینا تو اون زمان برای گسترش ایدئولوژی خودشون، مذهب خودشون وارد جنگ شدن، کشور ما رو به جنگ وارد کردن، ایران رو وارد جنگ کردن و دین اسلام رو وارد ایران کردن، کشورهای دیگر هم همینطور. ببینید ما موضوع اصلیمون اینه که من خلاصه عنوان میکنم و میکروفون رو رها میکنم. موضوع اصلیمون اینجاست که الان ما در قرن 21 با حکومت‌های طرف هستیم که دارن قوانین اسلام و شریعه رو با نحوه شدیدتری نسبت به 1400 سال پیش دارن اجرا میکنن در این کشور. امیدوارم که روزی برسیم که همچین مسائل رو دیگه نبینیم. ولی خب میکروفون رها میکنم دوستانم صحبتشون بکنم. سپاسگزارم. دوستان موضوع آزاد ما و حق تظاهرات هست، لطفاً در این باره صحبت بفرمایید. ممنون میشم. جناب آقای انصاری رجاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز. بله منم دقیقاً در خصوص حق اعتراض صحبت کردم. گفتم جمهوری اسلامی اگر که توجیهی میخواد بکنه و از اون طرف هم معترضینش بخوان این توجیه رو روش نقد کنن، میگن قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض رو نمیده به واسطه این که قوانین اساسیش رو اومده بر پایه مذهب عنوان کرده. من نظرم این بود، همین صحبت دوست قبلمون جناب رجب‌زاده رو تایید میکنم. من دارم میگم اینا هنوز یک قدم هم، یعنی یک گام که چه عرض کنم، چند گام هم از اون قوانین مذهبی خرافی جلوتر رفتن. منظور نظر من همین بود. من که اصلا اسم شخص رو نمیارم. اصلا شما میگید محمد این قوانین رو گذاشت. بله شما برید اعتراضات رو در تاریخ خودتون مطالعه بفرمایید. از صدر مسیحیت 9 قرن 1000 سال مردم رو زنده زنده آتش میزدن تا اواخر که توی فرانسه با گیوتین سر مردم رو میزدن. پل پاپ دیکتاتور فکر میکنم برمه بود 193 هزار نفر رو اعدام کرد. استالین و دلین میلیون ها نفر رو زندان کردن و به اردوگاه های کار اجباری بردن. اصلا بحث من این نیست که حالا دین خوبه یا دین بده، من خودم هم گفتم اعتقاد ندارم. اصلا دین به هیچ انسانی حق اعتراض نمیده. منظور من این بود که در ابتدا وقتی که به وجود اومد این دین اسلام، چند سلسله بعدش اومدن خودشون قوانین گذاشتن، یعنی دوباره حق اعتراض ها، یعنی هر چی قانون بود اون قانون ها رو به صورت بسیار شدیدتری به منصه زور گذاشتن. جایی که الان ما داریم میبینیم توی خود دولت جمهوری اسلامی به جای رسیدیم که دولتی که توی ایران هست و حالا نه دین اسلام از ایران بوده، نه به قول خودشون ائمه از ایران بوده، کاسه داغتر از آش شدن و قوانین شریعت رو دارن به نحوی بسیار شدیدتر از قدیم اجرا میکنن و اجازه اعتراض نمیدن. این صحبت من، مثلا کاری نداشتم که اونا خوب بودن یا بد. در خصوص اعتراض هم جناب آقای عبدالمجید لطفاً یه جنبندی کامل بکنم. من الان تایمر جلومه، من 2 دقیقه و 15 دقیقه صحبت کرده بودم، دقیقا متوجه بودم که بیش از 3 دقیقه صحبت نکنم. الان تازه شده 2 دقیقه و 31 ثانیه. اشکال نداره، من وقتی که نوبتم شد مجدد خدمت میرسم. متشکرم. سپاسگزارم از شما. خانم فرزانه مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم مجدداً مایک رو در اختیارم قرار دادید. خدمتتون عارضم که وقتی در مورد حق تظاهرات میشه، من یه خواهش ازتون دارم. تمام دوستان، خواهر و برادریم همگی، واقعاً کاری به محمد و دینش نداشته باشین، کاری به علی و دینش نداشته. من دارم بهتون میگم خطبه 80 داره زن رو میزنه زمین. جمهوری اسلامی بر حسب این موضوع داره صحبت میکنه. خب وقتی بر حسب این موضوع داره صحبت میکنه، اصلا دین ما نیست. خودتون دارید میگید آقا من بی دینم، یا من اصلا اسلام و مسلمان رو قبول ندارم. حرف خودتونه، حرف من نیست. با این همه وجود من یه خواهش ازتون دارم، لطفا در مورد تظاهراتی صحبت بکنیم، لطفا در مورد حقی صحبت بکنیم که 40 دهه و خورده‌ای از ما گرفتنش. همونجور که توی ایران زنانمون بلند شدن، جونشون رو گذاشتن کف دستشون و دارن تظاهرات میکنن، دارن میجنگن برای حقشون، برای من خواهر، برای توی برادر و امثال ماها، لطفاً ما هم اینجا یه کاری رو بکنیم که
نه شرمنده خودمون، نه خدامون، نه حداقل خانوادهمون بشیم. باور کنید دهه 80 درس بزرگی به ما داد، یعنی این که نترسید، بلند شید، حقتون رو بخواید. کشته شدن، ببینید هر کی یه جوری میمیره. شما تو خونتون ممکنه سر بذارید بمیرم، خودم دارم تو خونم ممکنه سر بذارم بمیرم، ممکن هم هست تو تظاهرات بمیرم، ممکنه زمانی که میخوام حقم رو بگیرم بمیرم. چه خوب حقم رو گرفتم، حداقل حق شما رو که گرفتم، حداقل برای شما جنگیدم، شما هم برای من زن بجنگید. همه هم نشینیم هی مدام بگیم که شعار بدیم بابا محمد چیه. اصلا ما در مورد حضرت علی که داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی طبق صحبت‌های علی و محمد داره حرف میزنه. ما نه محمدی هستیم نه علی هستیم، من خودم بیدینم، من فقط حقم رو میخوام. خانم فرزانه عزیز، ممنون میشم عزیزم جمع بندی کنی صحبتاتون. متشکرم، مرسی، ببخشید وقت رو در اختیار من گذاشتید. ما رو رها میکنم. خواهش میکنم جناب آقای میلاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سپاس مجدد. خانم فرزانه عزیز به این موضوع اشاره کردن، ما اگر از جمهوری اسلامی داریم گذر میکنیم و خیلی وقت مردم ما به این فکر گذر افتادن، یه نقدی بر اسلام زدن. شما نگاه میکنید از اول شخص خمینی با اسلام اومد روی کار و از احساسات مردم سوء استفاده کرد و گفت ما فلان میکنیم، ما به امان میکنیم، و به همین خاطر گفت ما هم دین شما رو میسازیم، هم دنیای شما رو، هم آخرت شما رو. و این حقه هایی که به پدران ما زدند، ما امروز با نقد هایی که توی فضای مجازی میشه به این نتیجه رسیدیم که اینا یک بار دیگه گول نخوریم. مثلا ما توی تظاهرات شاهدیم که میگن چادر از سر یک خانم چادری کشیدن، ولی مردم ما گول نمیخورن. مردم ما هیچ وقت چادر از سر کسی نمیکشن، چون به آزادی بیان، به آزادی عقیده رسیدن، هر کس در حد و حدود خودش، این آزادی بیانه، این آزادی عقیده است که ما رو امروز در کنار هم، چه کرد، چه ترک، چه مسلمان، چه بیدین، همه رو در کنار هم بر ضد جمهوری اسلامی نشاند. من در خدمتم. ممنونم از شما جناب آقای میلاد. آقای شفایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. مرسی دوستان. من فکر میکنم که بحث خشونت، حق اعتراض در واقع بحث اصلی ماست. خب برای داشتن حق اعتراض یا حق تظاهرات یه سری قواعد وجود داره که در قانون اساسی ایران هم وجود داره، اما یک موضوعی که داره به بیراه میره، بحث ما روز جهانی بدون خشونته و شما به جای اینکه روز جهانی بدون خشونت رو با زمان حال مقایسه بکنید و قواعد و اصولی رو مطرح بکنید، میرید به 1400 سال قبل، فقط به استناد این که یک دولتی به اسم جمهوری اسلامی وجود داره. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از مظاهر خشونته. مظاهر خشونت انواع اقسام هست. شما اگر همه دنیا رو دور بزنید، خشونت رو در همه جا میبینید، به اشکال مختلف، به شکلهای مختلف. ما انرژیمون رو هدر ندیم برای اینکه بریم به یک دینی یه چیزی بگیم و بقیه رو فراموش کنیم. شما به هر دینی که توجه بکنید یک حادثه پیشه، ولی اصلا اینا رو باید بذاریم کنار. روز جهانی بدون خشونت زمانی است که من و شما ذهنمون رو آروم کنیم، زمانی است که من و شما باورمون این باشه که خشونت نکنیم، زمانی است که ما خواهان اعدام نباشیم، زمانی است که ما خواهان کشتن دیگری نباشیم. این مسئله است. زمانی هست که من این حق رو به همکارم بدم که حرفشو بزنه، زمانی این است که اگر دوست من حرف اضافی زد، من یقهشو نگیرم، بهش یک اعتراض زبانی بکنم و یه بار یا دو بار مطرح کنیم. نتیجه حتما پذیرش طرف نیست. ببینید خشونت رو باید شکل دیگری برخورد کنیم. اینی که بچسبیم به یه فرهنگی و هی اصرار داشته باشیم، خواهش میکنم بذارین کنار و نگاهتون رو به این بحر محل ببرید که ما
در ایران یک فرهنگی داریم که متاسفانه از قدیم با، نه فقط فکر کنید به خاطر جمهوری اسلامیه، در زمان پهلوی هم همین خشونت بود، همین مسئله پهلوان بازی و معرکه گیری و تو میدون داری و تکون بخوری ها رو قمه بکشه و اینا، همه اینا درد رسمی جامعه ماست. حالا این فرهنگ رو باید ما تغییر بدیم، این فرهنگ رو زمانی میتونیم تغییر بدیم که نریم پیله کنیم به یه دین یا به دینهای دیگر، پیله کنیم به این که به خودمون بیایم بگیم آقا ما یک همچین حقوق بشری داریم، یک همچین قواعدی وجود داره، بر این اساس ما میتونیم با زندگی با محبت داشته باشیم، تعریف محبت رو بکنیم، زیبایی هایی که لازمه نشون بدیم حتی در شرایط خشنی که الان وجود داره، یعنی آینده خوب ترسیم کنیم، نگاه خوب بذاریم و خشونت، من بحثم سر این نیست که الان دارن در ایران دارن درگیرن خشونت هست نیست، راجع به این نمیخوام بگم، میخوام اون فرهنگ خشونت زدایی رو بذاریم کنار، ما انرژیمونو برای این کار بذاریم، وقتمونو بذاریم. این که یه حضرت محمدی بوده یا حضرت علی بوده یا یه محمد بوده یا علی بوده یا حسینی بوده یا هر چی، اینا رو بذاریم کنار، یا بگیم عیسی بوده یا بگیم نمیدونم موسی بوده یا بودا بوده، اینا رو فراموش کنیم. الانو قرن 21 ببینیم توش داریم چیکار میکنیم و به چه چیزهایی باید نگاه کنیم که باعث بشه این خشونت‌ها تمام اینا از بین بره و ما یاد بگیریم که خودمون حداقل در مقابل با هم دیگه صحبت میکنیم خشونت حداقل دو نفره نکنیم، یا در یه جمع 10 نفره 20 نفره نسبت به هم خشونت نداشته باشیم. ممنون میشم، به بیراهه نریم لطفا. سپاس از شما جناب شفایی. آقای انصاری نژاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام عرض ادب مجدد و با تشکر از صحبت‌های جناب آقای شفایی عزیز. ببینید خشونت امروزه تعریف میشه توی 2 شاخه کلی، یه خشونت فیزیکی و یه خشونت روانی اجتماعی. متاسفانه توی ایران ما 43 سال شاهد، به غیر از خشونت فیزیکی که بارها بارها توی اعتراضا داشتیم، شاهد یک خشونت اجتماعی و روانی بودیم که اثراتش بسیار بسیار مخربتر از خشونت در واقع فیزیکی بود. و توی تعریف خشونت روانی اجتماعی عنوان میشه که شما هر زمانی که تساوی حقوق زن و مرد رو رعایت نکنی خشونت به خرج دادی، به خشونت اجتماعی به خرج دادی. اگر توزیع ثروت عادلانه رو نکنید خشونت رو به خرج دادید. اگر که توی گزینش ها و ثبت نام های دانشگاه ها و مدارس و توی در حقیقت مشاغل استفاده از تمامی افراد جامعه نکنید خشونت به خرج دادید. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران این خشونت رو 43 سال هست که داره اعمال میکنه و مردم بیشتر فکر میکنن بحث و جنبه عملی خشونت رو میبینن، در حالی که ترور شخصیتی هر روز یک انسان رو میکشه، در حالی که ترور فیزیکی فقط یک روز جان یک انسان رو میگیره. 43 سال هست که توی مملکت ما داره ترور شخصیتی انجام میگیره، به خصوص برای نسل زنان جامعه ما و بعد از زنان جامعه ما، برای کسانی که دگر اندیش هستن، دگر اندیشانی که اندیشه های دینی دارن، اندیشه های قومیتی دارن، اندیشه های اجتماعی دارن. من فکر میکنم که ما باید یک اطلاع رسانی و یک آگاه رسانی گسترده‌ای رو داشته باشیم و به تمام دنیا نشون بدیم و همچنین به معترضینمون که اینهایی که تو خیابون هستن فقط و فقط به خاطر قتل یک دختر بیگناه توی خیابون نیومدن. اینها در واقع بغض و ثمره بیش از 4 دهه خشونت اجتماعی که تمام زیرمجموعهای بحث اقلیت‌ها، حالا پیروان عذرخواهی میکنم، پیروان ادیان و علاوه اون بحث اجتماعی، بحث جنسیتی قومیتی، دخترانی که نتونستن یه استادیوم برن توی ورزشگاه شرکت کنن، من فکر میکنم الان مسئله رو از این لحاظ ما بررسی کنیم، فقط صرف خشونت فیزیکی نباشه، خشونت اجتماعی طی این 4 دهه بسیار بسیار مردم ما و به خصوص زنان ما رو زجر داده،
زنی که نمیتونست هیچ جا بره شرکت کنه، هیچ فعالیت اجتماعی، ورزشی، پیاده روی، دوچرخه سواری، از اون برم میمد بیرون به خاطر که برای جوانها، مردها فعالیتی تفریحی فراهم نبود، بعضا مزاحمت‌های ایجاد میشد و از هر دو طرف این زنان ما مورد اذیت قرار میگرفتن. و اینکه همیشه در گفتمانمون که ضد خشونت هست، چشم، من خواهش کنم جنبندی میگه که اولین تبلور مخالفت با خشونت اینه که نظر مخالفمون رو با لبخند بشنویم و با لبخند جواب بدیم و نخشونت. مرسی، سپاسگزارم از شما. جناب آقای حسن زاده، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر شما، خدمتتون عارضم. بحث خشونت هست و تجمع. من الان عرض نمی کنم، در طول این 43 سال که جمهوری اسلامی در ایران حاکم بوده میخوام بگم دوستان، همه کشورها حق دارن که از خشونت، اعمال خشونت جلوگیری کنن توسط هر شخصی یا هر نهادی، فرق نمی کنه. کشورهایی مثل آلمان که روز، یا کانادا یا آمریکا که الان میبینید ایرانی ها تقریبا هر روز دارن کارهای انجام میدن، مثل تجمعات، مثل رسوندن صداهاشون به جامعه مدنی اون کشورها. من هم تظاهرات رفتم، دیشب هامبورگ بود، ساعت 12 شب هم جلو سرکنسولگری بود. فرقی که حالا سعی کردم ایده خودم رو اجرا کنم این بود که صدای ایران رو، صدای مردم ایران رو به اهالی اون شهر برسونم. چون یه مقدار 4 ساله داریم زبان میخونیم، یاد گرفتیم، یه سری شعرها، یه سری آگاهی ها رو به زبان آلمانی با هزینه شخصی چاپ کردم، بردم بین آلمانی هایی که تعجب میکنن چرا ما جمع شدیم، توضیح نمودم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه جامعه مدنی آلمان خیلی بهتر میتونه به ایرانی های خارج از کشور کمک کنه برای رسیدن به یه سری هدف ها. این حالا به خاطر که از مسئله دور نشم برگردم به این قضیه که آلمان هم جلوگیری میکنه از اعمال خشونت. چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه اون اعمال خشونت معترضین نیست، اصل خود تجمع رو جمهوری اسلامی میترسه. نمونش هم، چون من علاقه به فوتبال دارم و فوتبال دنبال میکنم، اخبارش دنبال میکنم، براتون مثال فوتبالی میزنم. چند وقته که لیگ برتر بدون تماشاگر، اگه یادتون باشه بچه هایی که حالا استقلال پرسپولیسی هستن، همیشه دربی رو نگاه میکردن، ناراضی بودن که چرا این دربی باید مساوی بشه. ببینین از چه زمانی جمهوری اسلامی ایران از این 100,000 طرفدار فوتبال که میان هیجانشون رو تو استادیوم خالی کنن میترسن. چقدر از بازیکنان اومدن این قضیه رو لو دادن توی برنامه های زنده. پس ترس جمهوری اسلامی ایران از تجمع نه خشونت. ما دیدیم که یه سری تجمعات سرکوب شد به بهانه خشونت. پس مردم ایران اومدن دیگه آتو دست حالا نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ندن، اومدن بدون خشونت پیاده روی کردن. ولی دیدیم که شب هنگام یه عده لباس شخصی به بانک ها حمله میکردن که اصلا خود مردم فیلمشون رو گرفته بودن. آقا ما نیستیم، ما داریم جلو اینایی که به بانک ها حمله میکنن میگیریم. خب و جمهوری اسلامی ایران متاسفانه برای این قضیه هم پلن داره، تجمعاتش رو خودش با برنامه به خشونت میکشونه برای سرکوب، برای توجیه سرکوب این تجمعات. دوستان یه نکته دیگه شاید خارج از بحث باشه بگم، این که خواهش میکنم توی هر تجمعی شرکت میکنید، تو کشورهای آلمان، حالا هر جای دیگه، حتما این مطلب رو به گوش جامعه مدنی اون شهر یا اون کشور برسونید که موضوع ما دوستان حجاب نیست. الان درد ما حجاب نیست، حجاب یک قطره از اقیانوس نقض حقوق بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده. ما کل نظام و فاقد کارایی میدونیم و این خیلی مهمه. متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای حسن زاده بزرگوار. بقیه دوستان اگر صحبتی دارید در خدمتتون هستم. جناب آقای انصاری نژاد بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
خیلی ممنونم از شما. خب مشخصا اگر واقعا بحثمون این دو موضوع هست، یعنی هم حق تظاهرات و روز جهانی بدون خشونت، من یه مثالی که همیشه میزنم اینه که ما آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم ولی از گذشته میتونیم درس بگیریم. جسارتا هر زمان وقت من تمام شد شما تذکر بفرمایید. من چشمت بله تذکر بفرمایید. من میگم که ما هیچ وقت آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، هیچ کس نمیتونه، ولی میتونیم از گذشته هامون درس بگیریم. ببینید روز جهانی بدون خشونت خب مستعذر هستید، 2 اکتبر هست در واقع و روز تولد مهاتما گاندی هست دیگه، تمام دوستان میشناسن دیگه، یعنی یکی از لیدرهای سیاسی هند که علیه استعمار انگلیس اومد و با یک روش بدون خشونت در واقع اون استقلال هند رو به دست آورد و بعدها روز تولدش به نام روز جهانی بدون خشونت، یعنی یکی از تئوریسین‌های بزرگ اعتقاد به عدم خشونت و تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود مهاتما گاندی. خب حالا ما توی ایران چه راهی داریم؟ الان فکر کنم سوال همه دوستانی باشه و این ذهن همه دوستان متبادر بشه که آقا الان ما باید چون به همون اجازه اعتراض داده نمیشه بیایم اعتراضمون رو انجام بدیم و اگه خشونتی انجام شد خب اون دیگه هر کسی به فراخور نظر خودشه. من خودم واقعا نمیدونم که چجوری باید اینها رو از هم تفکیک کرد، اینه که میان تو خیابون اعتراض میکنن. اما یه چیزی رو من میدونم، ما اگه بتونیم به هر صورتی با کمترین هزینه، یعنی با اعتراضهای مدنی ولی مستمر ادامه بدیم خیلی بهتر خواهد بود، چون در این صورت هم ما شاهد کشته شدن هموطنانمون توی ایران نیستیم و نخواهیم بود. همین که اثبات شده که اعتراضهای مدنی مثل همین اعتراض سلبریتی ها، اعتصاب ها تو بخش کارگری، بخش کارمندی، بوق زدن ها، شعارهای روی پشت بام ها، دیوار نویسی ها همیشه اگر استمرار داشته باشه بهتره. من ختم میکنم به یک شعر ایرج میرزا که میگه چون خوب کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. میگه یه چیزی رو ما اگه خوب انجام بدیم خیلی ولی دائم و مستمر انجام بدیم بریم جلو خیلی بهتره تا اینکه به صورت مقطعی بخواد انجام بشه. این نظر من بود. حالا اگه دوستان نظر دیگه دارن خوشحال میشم که بشنوم. خیلی ممنونم که وقت در اختیار من بود. آقای رجب‌زاده عزیز، خانم مسئول جلسه و خانم فرایی متاسفانه نتشون پریده، لطفاً شما جلسه رو ادامه بدید. آقای رجب‌زاده. سپاسگزارم از همکار گرامیمون آقای انصاری نژاد اگه اشتباه نکرده باشم و آقای شفاعی گرامی که کاملا به موضوع اصلی جلسه برگشتن و در رابطه با این دو موضوع صحبت مفصل کردم. منم خواستم در این نظر از همکاران یه نقطه نظر دیگه بگیرم که در رابطه با این جریاناتی که الان وجود داره، ما به عنوان کنشگر، به عنوان فعال حقوق بشر، وظیفه‌مون خارج از اطلاع رسانی که نقض میشه در ایران، وظیفه دیگه‌مون چیه؟ در رابطه با کارهای از دید شخصی خودم، کارهایی که مربوط به حالا موارد اجتماعی میشه، حالا اطلاع رسانی اجتماعی، حتی خانوادگی، توی حیطه خانواده خودم، وظیفه‌مون به عنوان یک فعال و یک کنشگر حقوق بشر تو چه مواردی میتونیم این وظیفه رو بگنجونیم که ما باید فعالیتمون بیشتر کنیم. خواستم یه نظری هم بگیرم از آقای شفایی اگر توضیح بدن که دوستان آگاهیشون بیشتر بشه، که بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای شفایی اگر میکروفون بگیرید و صحبت کنید که خیلی خوشحال میشم. جناب آقای شفایی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. اون دست که شما
من حتی نخواستم وارد بحث شما بشم، اما یه موضوع جالبیه، خواستم دوستان مثلا آقای حسنزاده در جریان باشن. ما در بخش رسانه دچار کمبود هستیم به دلیل حجم بالای اتفاقاتی که داره میفته، نیرو خیلی کم داریم. من خواستم خواهش کنم که خودتون دوستان یا از آقای حجتی همینطور برای نمایندگی های دیگه سعی کنن چند تا نیرو برای بخش رسانه کار بشه. الان چند تا کلیپ داره کار میشه، داره روی کلیپ یک عرض کنم که خشونت علیه زنان هست در رابطه تظاهرات، خیلی کارا داره اتفاق میفته ولی واقعا نیرو کم دارن. و من خودم یه سری کارهایی که بوده لیست کردم، بر اساس روزها فرستادم، یه چیز نزدیک فکر کنم 600-700 تا فیلمه، ولی خب اینا باید حرکت بشه، باید روش تفکیک بشه، جدا بشه، زمان کار انجام بشه. به همین دلیل میخوام خواهش کنم که حتما با خانم افتخار تماس بگیرید، دوستانی که علاقمندن کمک کنن تو این بخش، تو بخش رسانه، حالا هر گوشش، چه میدونم توی کنترلش، توی نمیدونم اینستاگرام، توی تلگرام، توییتر، هر کدوم توانایی دارید حتما باشون تماس بگیرید. من ممنون میشم ازت. واقعا خیلی اتفاقای ویژه است و الان حضور ما باید خیلی پرثمرتر باشه، نه اینکه بگم بی ثمره، پرثمرتر باشه. دوستان جلسات هفتگی رو یادشون باشه، شرکت کنن، با موضوعات شرکت بکنن، بحث بکنن، کمک کنن، چون تمام این جلسات که برگزار میشه اثر خوب میذاره روی سایرین، روی دیگر دوستانی که علاقمندن که اطلاعات جمع کنن و کار بکنن، و حتی آدمایی که یه مقداری حتی ممتنعن، زیاد همچین مهم براشون نیست، ولی وقتی میشنون، وقتی حرکت میکنن، خب به قول معروف به جنب و جوش میفتن دیگه. اینی که من خواهش میکنم که حتما به این قضیه هم توجه کنید. مرسی. دوستان اگر نقطه نظری هست بفرمایید، در غیر این صورت بفرمایید آقای انصاری نژاد. من عذرخواهی میکنم، فقط گفتم که بی ادبی نشه، فقط نظرمو در خصوص صحبت جناب آقای، من فراموش کردم، جناب آقای رجب زاده عزیز یا آقای حسن زاده عزیز که گفتن چه کار ما انجام بدیم به غیر از این برنامه‌ای که داریم. فقط تو همین حد خدمتتون عرض کنم که بهترین پاسخ رو جناب آقای رجب زاده عزیز خودشون توی سوالشون بهش اشاره کردن. ما نباید واکنشگر باشیم، همگی باید کنشگر باشیم. یعنی نباید یه اتفاق بیفته بعد بیایم جلسه بذاریم یا آسیب شناسی کنیم. دیگه از این صحبت ها گذشته، دیگه همه میدونن که دیگه چه چیزی باید باشه و چه چیزی نباید باشه. منظور من اینه که ما باید هم خودمون هم با تمام کسانی که باشون در ارتباط هستیم سعی کنیم که کنشگر باشیم. یعنی خودمون دیگه قبل از اینکه اتفاق دیگه‌ای بیفته، اتفاقای بدتر دیگه‌ای بیفته، نسبت به اطلاع رسانی، آگاهی رسانی، باز کردن ذهن عموم مردم نسبت به حقشون، نسبت به حقوقشون، اقدامات لازم رو انجام بدیم. خیلی ممنون هستم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم. که دوستان صحبتی ندارن، نقطه نظری ندارید. ممنون از تمام عزیزانی که تا این لحظه با ما بودید و وقت گذاشتید، و در پایان جلسه از همکارانی که ما را در این جلسه همکاری کردن تشکر میکنم. از سخنرانان جناب آقای سید سعید نوریزاده، گزارش تحلیل و نقض حقوق بشر در ایران، جناب آقای مهدی محمدپور، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، و سخنرانان خانم سرکار خانم زهرا رهایی با موضوع زن زندگی آزادی، و جناب آقای صادق فرخی قصرآسمی با موضوع چرایی سرکوب معترضین، و سرکار خانم رقیه فرزانه با موضوع حقوق و جایگاه زنان در قانون اساسی.
و همکاران مسئول جلسه فریده فرایی، منشی جلسه آقای ابوالفضل رجب‌پور، ضبط صدا و تدوین آقایان صدرا مجیب یزدانی، فرشاد عرابی، ادمین ها آقایان نرین حسینی نژاد، میلاد ترغیبی. با سپاس از تمامی همکاران، به امید یک روزی که دور هم جمع بشیم و تبریک بگیم پیروزی ایران رو و آمین که اون روز هرچه زودتر فرا برسه. با اجازتون من ختم جلسه رو در ساعت و روز یک شنبه 16 اکتبر 2022 مصادف با 24 مهر 1400 در ساعت 14:55 اعلام میکنم. پایان جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان اعلام میکنم.